خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، هفتم ماه جون یا جوان سال 2019 میلادی، برابر با 17 خرداد ماه 1398. گویا در ایران ملت همینجوری دارن میرن به طرف شمال و به شوخی میگن که این آقای خمینی رو در دریای خزر یا دریای شمال به نظر میرسه که دفن کردن و مردم میرن اونجا. حالا ما کاری با آخوند مخوندها نداریم، ولی ما هم خودمون ملت مازوخیست میگن، نه اینایی که خود آزار هستن. این سعید یه ویدیوی گذاشته بود که یه نفر تو جاده، حالا جاده هم همچین برو برو نیست، تقریبا راوندونه، داره فیلم میگیره و طعنه میزنه که بله امسال از داریم میریم به طرف فیروزکو، امسال از هر سال شلوغتره. آقایون سپاهی ها بدونید، آقایون بسیجی ها بدونید، آقای آخوند ها بدونید که مردم، آقا برو عشق و حالت کن، برگرد، بیا ول کن. وقتی هم اونا ولتون میکنن، شما خودتون ببخشید مرض دارید، میگید آقا بیا برای ما پایگاه درست کن، بیا برای ما ایست بازرسی درست کن. عجب ملتی هستی، روزگار غریبی است واقعا. بله، سعی میکنم فردا یک برنامه فوق‌العاده 90 دقیقه‌ای با آقای ناصر پولی ممقانی و خانم سوسن ولایت داشته باشم. اتفاقا سالار هم آماده کردیم، همه چیز ردیف، ولی میگم متاسفانه بعضی وقتا این دوستان، من به شوخی هم بهشون میگم، میگم من و شما که نمیتونیم یه برنامه رو سر وقت اجرا کنیم، چگونه میخوایم انقلاب کنیم، چگونه میخوایم آخوندار رو از بین ببریم. میدونید که بهزاد نووی بعد از سپتامبر 11 2001، سال 2001، آمد نوشت بنابر این دلایل این تروریست ها ایرانی نیستن. اولا که امکان نداره این همه 19 تا 20 تا ایرانی سر وقت بیان همشون سوار هواپیما بشن برن، سر وقت نمیان. دوما امکان نداره اینا یه رازی رو پیش خودشون نگه داشته باشن و به همسرشون، به دوستان نگفته باشن. دیدید کودتای نوژه، نمیدونم حرکت فلان، کودتای صادق قدزاده، یکی پس از دیگری افشا میشد، برملا میشد. دلیلش این بود که اینها نمیتونستن دهن خودشون رو زیپ کنن، بسته نگه دارن و به دیگران میگفتن. حالا چه باید کرد رو من نمیدونم، ولی اینو میدونم که جمعه هست و 17 خرداد هست و به زودی مدرسه ها هم تعطیل میشه و بچه ها هم دنبال کار و زندگی. اصلا مثل قدیما هست که بچه ها تو ایران برن سر کار، یکی بره دکون نجاری، یکی بره دکون مکانیکی، یکی بره شاگرد باباش بشه که مثلا بنا هست، یا میگن آقا ما نو ما درس خوندیم، حالا میخوایم بریم استراحت کنیم. برای من بنویسید که چه خبره. خب looks like you can make your screen wider, not sure. والا همه کاری میشه بکنیم، دوربینش هم داریم، وسیلش هم داریم. این چرا این یکی رو نشون میده؟ ما قرار نشد پلیر یک رو بهتون نشون بدیم که استدیوی چند میلیون دلاری که این آخوندها برای ما ساختن. آره بله، آها، این ماجرای سکرین واید اینها، میدونید تلویزیون و کامپیوتر وقت شروع شد تقریبا مربع بودن، بعدن شدن مستطیل، بعد دیگه خیلی شدن مستطیل، هی از این وری. الان تلویزیونایی که ما چند سال پیش خریدیم الان بالا و پایینش سیاهه و دیگه اون 16 به 9 یا 1600 به 900 هم کافی نیست، به نظر میرسه که مثلا 24 به 900. و اگه این کارم نکنن، خب ما یه تلویزیون تو ایران، یادتونه یه تلویزیونی مثلا نگه می‌داشتن 20 سال 30 سال، تازه وقتی همه چیش میسوخت و اینا، اون لامپ و ایناش در می‌بردن، یه آکواریوم می‌ذاشتن توش. این جعبش جعبه‌ای قشنگی بود، 4 تا پایه داشت، درش هم بسته می‌شد، اینا می‌کردنش آکواریوم. ما برای که تبدیل به آکواریوم نشیم با همین چیزا می‌سازیم تا ببینیم چه می‌شود. ولی اون روز یه نفر اومد گفت آقا همه ایران رو اینستاگرامه. گفتیم خب، گفت شما بیا رو اینستاگرام. گفتیم خب منتظر من یکی هستی؟ یعنی شما اون وقت حالا رفتید رو اینستاگرام هیچی نگاه نمی‌کنید؟ خب اونایی که رو اینستاگرام هن، اولا این قدر مطلق ها رو بریزید دور. آقا همه فلان برنامه رو نگاه میکنن، هیچ که فلان برنامه رو نگاه نمی‌کنن.
آقا شما وقتی میگی همه اونجا هستن، خودت هستی، دو تا دوست نزدیکت، کسی دیگه ای اونجا نیست. در صورت ما رو اینستاگرام هم گذاشتیم. اینا چیزایی که من قبلا امتحان کردم، دیدم که یه نفره نمیرسم، دردسر. و آمریکایی‌ها یه مثالی دارن برای خمیر پیتزا استفاده میکنن، میگن شما این خمیر پیتزا رو اگه خیلی بکشی وسطش پاره میشه ولی هیچ چیز دیگه نگه نمیداره. این کارا هم همینه، این ور فیسبوک، اون ور لایو، اون ور لایو، اون ور تلگرام، اون ور نمیدونم اینستاگرام، چیزی نمیمونه. ولی اگه یه جا باشیم، طرف میاد میبینه میگه آقا ساعتش به من نمیخوره، بعد از سر کار که اومده، بعد از اینکه از سر کار اومدم نگاه میکنه. در صورت بیشتر از این وقتتون رو تلف نمیکنم. آقای مانتی فاطمی، بالاخره این دانشمند بزرگ، مشکل دیدن ماه رو حل کرد برای ماه رمضان. بریم با هم ببینیم و برگردیم و نگیم که ما خارج نشینان کمک نمیکنیم. بله، بحث جنجالی نوشتم، بحث جنجالی خواهد بود با آقای ناصر پولی، چون من خودم با ایشون مشکل داشتم، ولی به خاطر اینکه ما فلسفه‌مون در تلویزیون مردم اینی که همه میتونن اینجا برنامه داشته باشن، حتی مخالفین و اینها، البته ایشون که الان دیگه مخالفت با ما کمتر شده، یک وجوه اشتراکمون بیشتر شده. و 7-8 تا سوال من نوشته بودم و مطمئن بودم که وقتی شروع میشه برنامه، شما هم با سوالات خودتون همراه و همگام ما خواهید بود. صحبت از همگام شد، آقای امیر حسین لادن امروز با ما هستن. یک ویدیویی رو برای من فرستادن که در یه تلویزیون دیگه مصاحبه کرده بودن، اینا متوجه شدم صدا خوب نیست و فکر کردم صدا خوب نیست به دلیل اینکه ایشون میکروفون رو گذاشته روی یقه پیرهنش. و توی کار تلویزیون یادمه اینایی که ریش داشتن میگفتن روی یقه پیراهن مخصوصا نذارید، روی کراوات بذارید. اولا روی کراوات که بذارید وسط، وقتی از این ور حرف میزنی از این ور حرف میزنی درست، درست که اگر روی یقه بذاری این وری که حرف میزنی صدا کم میشه. بعد برای ایشون نوشتم ولی متوجه شدم که اون مهمون دیگه ای هم که تو اون برنامه هست صدای اونم خرابه. به نظر میاد که صدای تلویزیونه اشکال داره و یکم به خودم امیدوار شدم که این تلویزیون نقلی مردم تیوی با همه نارسایی ها و کمبودها بازم داره 20 سال گلیم خودش رو از آب بیرون کشیده. امیدوارم شما با حمایت های خودتون کاری بکنید که ما زورمون زیاد بشه و این گلیم رو بهتر بکشیم بیرون. بله، میگه خودشو همه میبینه. اصلا من نمیفهمم منظور شما چیه، خودشو همه میبینه. دوستان وقتی یه چیزی رو میگید، اون 2-3 دقیقه پیش من یه چیزی گفتم، یه چیزی نشون دادم، شما درباره اون مینویسید. وقتی مینویسید بنویسید که مثلا اون تلویزیون فلان اینجوری، یه چیزی بنویسید که من بفهمم، از جملتون گویا باشه. دیروز برای همین آقای مانتی فاطمی گفتم شما این جمله رو برای من ترجمه کن، گفت آقا این که به فارسیه. گفتم آهان، بدبختی ما اینه که حتی این روزا به فارسی هم اگر برای هم مینویسیم باید باز ترجمهش کنیم. حالا براتون میخونم اون جمله رو که چی نوشته بود. یه مقاله ای بود، اجازه بدین بعدم این فیلمی رو که ایشون زحمت کشیده، چند نفر از مامورین سازمانشون رو فرستادن تا این مشکل ماه و اینا رو پیدا کنن، براتون نشون میدم. اجازه بدین که اینجاست. بله، یک لحظه. بله، من برای ایشون نوشتم که بله، آها، یه مقاله ایشون نوشته بود، فرستاده بود از یه نفر دیگه، در رابطه با نیاک، در رابطه با سیامک نمازی، در رابطه با آقای هوشنگ امیراحمدی. و یکی از جمله هاش اینه: تمام کارهای سیامک نمازی تا سال 2007 با هماهنگی سیامک نمازی بود. یه بار دیگه براتون بخونم: تمام کارهای سیامک نمازی تا سال 2007 با هماهنگی سیامک نمازی بود. گفتم خب آقا این یعنی چی؟ چرا هر چیزو مینویسن شما هم برای دیگران میفرستید؟ این همون بود که گفتم آقا ادب از که آموختی؟ از بیادبان. اینا بدن، جاسوسن، مامورن، دزدن، خیانتکارن، شما برید این کارهای بدی که اینا میکنن انجام ندید.
کارهای خوب اصولی ارگانیزیشنشون رو اونو انجام بدید. اینی که نیاد چجوری پول جمع میکنه، اینی که نیاد مهمونی که میذاره، این اون موقع افرادی که با اوباما دستن در کار بودن و نزدیک بودن اینا رو دعوت میکرد تو برنامه هاشون و به اصطلاح جلساتی میذاشت و اینها. ولی ماها متاسفانه هممون شدیم متخصص از بمب اتم تا پشکل. امروز زن فلان شهردار رو میکشن که هم زنه به طمع پول و مقام و ثروت رفته اونجا، هم مرده به طمع جوانی و اینها خیانت به همسر و خانواده. ما همه میشیم متخصص خانواده. اون یکی میگه آقا اصلا دروغ، این پرستو فرستادن براش. میگیم آقا پرستو چیه؟ میگه این اسم یه برنامه‌ایه که دولت یک زنایی رو میفرسته که اینا رو سر به نیست کنه. گفتیم خب نمیدونم والا چی بگم، دولت جمهوری اسلامی مافیا و اینها آدم ها رو با چوب و چماق میکشتن، مینداختن عقب ماشین، چسب میزدن به دهنشون تا خفه میشدن. جمهوری اسلامی براشون دختر خوشگل 26 ساله 30 ساله میفرسه تا اینجوری خفهشون کنه. فکر کنم میگه نگاه کن این هلوه، بگی بخور ببین چجوری این هلوه تو گلود میمونه خفه میشه بمانه. خب آقای دانیل پرژن، شما یه لینکی بدون هیچ توضیحی برداشتی فرستادی، خودتو بذار جای من نشستم اینجا برنامه زنده دارم اجرا میکنم، باید چه کار کنم الان؟ با روی این لینک بزنم برات تبلیغ کنم؟ آقا پاکش کن یا یه چیزی بنویس، حالا من پاکش میکنم. دفعه دیگه آقا رعایت کنید یکم بابا این چیزای اولیه، اصول مهمونی ها رو، اصول گرد همایی ها، اینا رو رعایت کنیم. شما کجای دنیا دیدی که سربی برنامه ختم گذاشته، برنامه یادبود گذاشته که آقا پدر من فوت شد، یه دفعه آقای دانیل پرژیا بیاد بگه زمنان دوستان نمیدونم خواهر منم شوهرش فوت شده و دنبال شوهر میگرده. خب برای براندازها پرستو نمیفرستن. خب اونا میگن میفرستن، شما میگن نمیفرستی به ما چون. برای براندازها اوکی. آره این برانداز، اتفاقا میخواستم از همین آقای ناصر پولی سوال کنم، اینجا نوشته بودم چون ایشون رفته بود جزء یه سازمانی شده بود، بذارید ببینم، سازمان براندازان ایران بانان، یک آقایی هم بود لور بود، یه چند تا برنامه اینجا گذاشت، اونم میگفت من ایران بانم و اینها. بعد معلوم شد که آقا با اون رضایی سپاه پاسداران و اینها همکار و همراه و زیر دستش بوده و اینها. یادم بابک عربی عکساش آورد گفت آقا اصلا این زیر پای رضایی می نشسته. رضایی اون فرمانده سپاه پاسداران بود که پسرش هم آمد آمریکا و اینها، بعدن مرد کشته شد یا توی ترکیه نمیدونم، اینا ماجراهای عجیبی دارن. بله ببینید اینجا بود که نوشتم که من شنیدم شما عضو ایران بانان بودید و قبل از اینکه رضا پهلوی تایید کنه خارج شدید. این ماجرای این چیه که هر کسی میره به یک سازمانی میپیونده تا رضا پهلوی میاد ملت از اون سازمان میرن بیرون. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، برنامه شماره 255 یا 225، بذارید من یه نگاه کنم. خود ایشون هم تو برنامهش میگه که ما الان چند سالی 225، خودشون میگن که ما چند سالی هست با تلویزیون مردم هستیم و 225، اونا دیگه 225 رو هر 50 سالی، هر 50 هفته یا یه سال بگیرید میشه 4 سال و نیم. و من به پشتکار ایشون تبریک میگم، امیدوارم دوستان دیگه هم اگه حرفی دارن برای گفتن بیان بزنن، تا جایی که حاضر باشن برای حرفشون مخارجی هم هزینه هم پرداخت کنن، و الا ما حرف مفتن زیاد داریم و حقیقتا گوش مفت نداریم. اینجا یکی از دوستان روز جمعه است نوشته آقا جمعه بازار شوخی کنیم بخندیم، گفتیم بفرمایید. نوشته ببینید فقط 10% مردا عقل دارن، باقیشون زن دارن. خب ببینیم که این چی بود. آقای فاطمی گفتم براتون کره ماه و اینها رو پیدا کرد که دیگه شما مشکل عید فطر و اینها رو نداشته باشید. ببینید اینجا چند نفر دانشجوی رشته ستاره شناسی و اینها رو برده استخدام کرده گذاشته اینجا نگاه میکنن روی ما. و بفرمایید آقای دکتر رضا سلامی که شما میگی آمریکا دروغ میگه،
و هیچ وقت نرفته به کره ما. بله آقای اکبری هم میگه سرلشکر پاسدار محسن رضایی که پسرش در دبی خودکشی کرده شد، خودکشوندنش. آقای اکبری درباره تختی نوشتن که خودکشوندنش. بله آقای سوسن ولایت میگه که نه آقای سربی شما اشتباه میکنید، در مورد آقای پولی با آبتین در یک حزب نبودن هیچ وقت. نه من خانم ولایت همشهری عزیز کاکو جون، من نگفتم یه حزب بودن، گفتم یه چیزی هم قبلا به نام ایرانبان بود که اصلا اون آقا الان فامیلش هم یادم نیست، اون آقا به هر کی هم میخواست صحبت کنه به جای کدبان و به جای آقا میگفت ایرانبان عزیز، اینجوری بود. و این اسمای اینجوری درست کردن و اون یکی بره این یکی بیاد و اینا مردم رو دیگه خسته کرده، مردم دیگه اطمینان نمیکنن. من امروز در برنامه میخوام از آقای لادن سوال کنم، آقا مگه ما تا حالا جمهوری اول داشتیم که شما و دوستان جمهوری دوم را انداختید؟ اگه نداشتیم چرا میان این کارو میکنید؟ اون بچه جوونی که از ایران میاد میگه من نسل پنجمم، ازش میپرسم آقای نمیدونم چی بود، چهار فصلیان بود یه هم چیزی، اونم مال همین لورای چهار سانتی، بهش میگم آقا نسل پنجم یعنی چی؟ میگه یعنی ما دهه پنجم. میگم آقا دهه پنجم با نسل پنجم فرق میکنه. مثلا بعضیا میگن که آقا آمریکایی‌ها نسل دهمن، اینجوری هم حساب میکنن که اینا 250 سال هست آمریکا آمریکا شده، دیگه تابع انگلستان نیست، پادشاهی نیست. بعد میگن هر 25 سالی هم یه نسل، و میگه که آمریکا 10 نسل از جمهوریش گذشت. آقا یه چیزی یاد بگیریم، احترام بذاریم به اون چیزایی که درسته. وقت داره این ایرانبانان رو من شنیدم خانم ولایت، و به همین خاطر میخواستم صحبت کنم که متاسفانه نشد از دیروز تا حالا ما از این ور از اون ور، و ایشون چند تا ایمیل رو نتونسته بود پیدا کنه، بالاخره گفتم بگرد توی اسپم و توی ترش، بعد پیداشون کردم و اینم یه مکافات بزرگی شده دوستان. اگه کسی اتفاقا من دفعه اولم نیست برای ایشون ایمیل فرستم، ولی اگه کسی دفعه اولش باشه برای شما ایمیل بفرسته، ایمیل اولی میره تو اسپم، ولی اونی که تبلیغ میکنه و اینا هرچی هم بهش میگی این اسپم آشغاله، باز برای شما میاد. اینم یه سیستمی که اون وقتا یه کسی رو بلاک میکردیم مینداختیم میرفت، ولی نه حالا بلاکش که میکنه هی میره تو اسپم، بعد شما مجبوری اسپم رو نگاه کنی چون ایمیلای درست حسابی هم میره اونجا. بله اینم از این. ممنونم از یکایکتون. بریم ببینیم که این ماه رو چگونه پیدا کردن، عید فطر رو فطریاتون دادید یا نه. نمیدونم تلویزیون مردم هم جزو یتیم قوره ها حساب میشه که بتونه چیز حساب کنه چی میگن فطری بگیره یا نه. در هر صورت ما میتونیم حالا بگیریم، بعدا اگر نباید میگرفتیم حلالمون کنیم. با هم ببینیم. چیزی شبیه هلال ماه را در دوربین مشاهده کرد به مسئول ستاد اطلاع میدهد و ایشان به محض رویت متذکر میشود که مواظب باشید با مسئله توهم هلال مواجه نشده و مجددا رویت کنید. خب این خیلی جالب بود. اولا اونا رو بگو که برای خودشون کار درست کردن، یه آخوند و نمیدونم چند تا جوون این دوربینای قوی رو برداشتن بود. میگه چی؟ میمون احمدی نژاد تو ماه. یادتونه ایران یه میمونی رو فرستاد بالا، بعد مثل که افتضاح هم بود، اونی که فرستادن بالا با اونی که بعدن گفتن این اونه، رنگش هم حتی فرق میکرد. بعد طرف گفت خب آقا رفته اونجا خورشید نبوده، نمیدونم رنگش رفته یا از این چیزا. خب بله ما اوضاع ایرانیان بودیم، ما عضو ایران بانان بودیم قبل از تایید رضا پهلوی بیرون آمدن. خب در این باره صحبت میکنیم. شنبه فردا
یه برنامه فوق‌العاده میذاریم که با خیال راحت 90 دقیقه با شما باشیم، در این موارد صحبت میکنیم. بعدم من متوجه نمیشم این آقای رضا پهلوی اگه میخواد جا سازمانی باشه، خب یه سازمان درست کنه، به دیگران بگه شما بیان عضو بشین، ثبت نام کنید. این چیه؟ یه روز سبز، یه روز قرمز، یه روز شورای ملی، یه روز فرشگرد، یه روز ققنوس. اتفاقا راجع به ققنوس هم میخواستم سوال کنم، آیا شماها در کانادا در جلسه اینها رفتید شرکت کردید؟ چون یه فیلمی رو خانم ولایت گذاشته که رضا پهلوی میگه که من که سیاسی نیستم، چرا از من سوال نمیکنید؟ یعنی این یه جورایی میخواد بگه منم مثل پادشاه انگلستان و کشورهای دیگه اسکاندیناوی میخوام پادشاه باشم و کاری به سیاست ندارم. آقا اگه کاری به سیاست نداری، برو دنبال کار و زندگی تو، تفریح، همین کاری که الان میکنی، بشقاب 500 دلار، بشقاب 1000 دلار مهمونی، عروسی فلان بچه شاه، عروسی فلان بچه شیخ، عروسی پسر آقای ابی خواننده، و خوش باش. شاید دری به تخته خورد یا سنگی به دری خورد و آمدن دنبالتون گفتن آقا ما یه شاه کم داریم، ورقامون گم شده، حالا 3 تا شاه داریم، شما بیا بشو 4. بله، هر چی سازمان بی خوده تایید میکنه. خب این خیلی بده. هر کسی میاد یه جلسه باش میذاره، میرن یه نهاری میخورن، بعد میگه آره شما درست میگی، میره جزء این نفر بعدی که میاد میگه شما درست میگی. خب بریم به اوضاع خودمون. آقای احمد ندیمی باشون مصاحبه کردم، چهارشنبه کنسرت دارن، فردا شنبه در استرلینگ ویرجینیا. بذارید تا حواسمون هنوز پرت نشده اینم بهتون نشون بدم، و شنبه من هم اونجا خواهم بود. امیدواریم بتونیم بریم یک انرژی مثبتی از برنامه ایشون بگیریم، چون ایشون صحبت کرد در رابطه با فرکانس 432 و من چون خبر نداشتم فرکانس 50 و 60 برق خبر داشتم. و شما باورتون میشه جهرم تنها شهر ایران بود که فرکانس جنراتورهای برق 60 بود، چون یه شرکت آمریکایی اومده بود موتورایی که به اینا فروخته بود برای چای آب 60 بود، و اینا مجبور بودن در یک ساعتی از شب جنراتورها رو ببرن اون فرکانسش رو روی 60 تا اون موتورها کار کنه و دوچار اشکال نشه. ولی توی ایران، توی اروپا فرکانس برق 50 هست. و اون روز آقای احمد ندیمی راجع به فرکانس 432 و چاکرا صحبت کرد. من بعد از برنامه، یعنی دیروز حتی، رفتم نگاه کردم و به نظرم اومد که چیز خوبیه. شما هم در این مورد تحقیق کنید و بدانید و آگاه باشید. حالا با هم چند دقیقه میریم دیدار این دوستان، فردا شب هم در برنامهشون شرکت میکنیم، و اگر سوالی دارید میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید، یا اینکه با خود این دوستان از طریق شماره تلفن 703-376-34-33 با هم صحبت میکنیم. بعد خانم سوزان بهار میگه پول باشه کوفت باشه، ملکه ها و شاهان اروپایی پشت پرده در سیاست دخیل هستیم. بله، میگه ما چون طرفدار ایشان نیستیم ما را دعوت نکردن. بله، خب اونا رو ول کن، جمعه است، ویکند، ببین در شهر چه خبره اگه اینجا هستی، اگه اینجا نیستی ببینید در شهر خودتون چه خبره، برید اونجا بپیوندید و با دوستانتون خوش باشید. این شما و اینم آقای احمد ندیمی و دوستان و همکارانشون در این کنسرتی که فردا شب از ساعت 7 شب در سیلور بروک در استرلینگ ویرجینیا اجرا میشه. بفهم.
خب دوستان عزیز، این قسمتی از برنامه ها بود که فردا شب در 5 قسمت اجرا میشه و اگر سوالی دارید با شماره تلفن 703-376-3433 تماس بگیرید و اگر مشکلی هم داشتید با ما. خیلی خوشحالم که خانم پروین زمانی هم اینجاست. دو سه روز قبل خانم زمانی یک صحبتی در تلویزیون مردم بود در برنامه آقای پرویز مینویی از تگزاس راجع به این ازدواج موقت یا صیغه، و یه آقایی به نام آقای رضا سنا داشت دفاع میکرد. من میدونم برنامه هایی رو از شما دیدم در رابطه با ازدواج های سفید و اگر میتونستیم با هم برنامه داشته باشیم در این موارد صحبت کنیم خیلی خوب میشد، ولی ماشاءالله شما همش مسافرت و اینها هستید و میگه که برای ما پیدا کردن رئیس جمهور و تماس با مجلس آسان‌تر از این هست که تماس بگیریم با این دوستان. ولی هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و خوشحالیم که بیننده برنامه ما هستید. آقای سعید دوست عزیزمون میگه که امروز آخرین روز مدارس لس آنجلس هست، از هفته دیگه بیشتر مدارس مخصوصا مناطق کم درآمد فقط کافتریای مدرسه است که صبحانه و نهار برای بچه ها باز هست که گرسنه نباشن. آقای فرزاد نیساری هم اینجاست، ایشون هم همشهری ما هستن. ممنون و متشکرم و به نظر میرسه که ایشون هم حرفایی که میزنه حاوی حقایقی است تاریخی و ما چون تحمل شنیدن حقیقت رو نداریم بلا فاصله فحش میدیم، اعتراض میکنیم و دیدم چند روز گذشته چه حملاتی به این دوستمون میشه. ولی طاقت بیار رفیق، اینها گذشتنیست. اون شعری هست که آقای سیاوش قمیشی میخونه، طاقت بیار رفیق. خب دوستان، امروز ما آمدیم روی اینستاگرام هستیم. خب شما یه کاری کنید، برای دیگران هم بفرستید، من بلد نیستم، اونا رو دعوت کنید که ما دلخوش بشیم و بیشتر این کار رو انجام بدیم، چون باید یه خط یا یه تلفن رو بذاریم برای اون کار و اینا هم همش هی تلفات، اینا هم همش هی مخارجه و درآمدم متاسفانه خبری نیست. گفت به حال آن کس باید گریست که دخلش 19 خرجش 20، یعنی 19 دلار در بیاره 20 دلار خرج کنه. امروز میشه 1 دلار منفی، فردا 19 دلار، دوباره 20 دلار، میشه 2 دلار منفی. میشه چی؟ میشه آمریکا، بهش میگن دفیسیت، بدهکاری. و این ترامپ شارلاتان نادان وقتی آمد با من اینجوری بیام، من اصلا متخصص بدهکاریم، فوری این بدهی ها رو درست میکنم. مردم نفهمیدن که این منظورش اینه که بدهکاری متخصصش چون نمیده، نه که چون میده پرداخت میکنه، میره با طرف حرف میزنه میگه بهت کمتر میدم قسطی میدم، نمیده پول رو، نمیده پول مردم رو، میخوره زندگی های مردم رو از بین میبره، اونایی که براش کار کردن فنا شدن. بیاین همین نزدیک اینجا یه شهری هست به نام آتلانتیک سیتی، یه دوستی داریم شیرازی همشهری، آخرین بارم گفت آقا من یه مبلغی به تلویزیون مردم کمک میکنم، کمکم نکرد رفت دیگه، خبری هم ازش نیست. بله میگه که اکبری میگه، آقای نیساری اینم همشهریمونه، میگه از آقای نیساری خوشم میاد، انسان پرطاقتی است. آخه خودش یکی دو تا چی نوشت بهش حمله کردن، اصلا چیزا رو هم پاک میکرد، واقعا هم طاقت میخواد، یعنی یه پوست کلوفتی میخواد، چون دیگه آدم از آهن و سنگ و اینا که نیست، که از گوشت و پوست و استخوان و اعصاب و اینا هست و باید خیلی مقاوم باشی تا دوام بیاری. خب اینم از این. و درباره آقای امیرحسین لادن هم خدمتتون گفتم، حالا بیاین بریم براتون بخونم. اون روز براتون خوندم که این آقای پتیک که رفته شهرداری اینها آمد و شکایت کرد، گفت 5 هفته ما رو نگه داشتن، حالا که رفتم میگن این اینقدر پول بده، دوباره این اینقدر پول بده، دوباره برو 3 هفته دیگه بیا، ولی اگه میخوای زودتر بشه 25% بده، 2 هفته دیگه بیا. شکایت کرد. ولی ما در فارسی یه چیزی داریم، شما اگه یادتون افتاد جمله درستش رو بنویسید، چون که عیبش بگفتی حسنش نی بگو، یه چیزی اینجوریه، خیلی قشنگه اون جمله. و اینو آقای شهافر استفاده میکرد، میگفت یه چیزی رو که میگیم معایبش رو اگه محاسنی هم داره باید اونو بگیم.
میگه که آقای پتیک نوشته کاکو جون در برنامه قبل در مورد بدی شهرداری گلندل نوشتم، این هم از محاسن. با فقط 30 مایل مربع مساحت 43,000 درخت در خیابانها دارد، 350 مایل خیابان دارد، 235 چراغ راهنمایی دارد، 40,000 تابلو راهنمایی دارد، 28 تانک و ذخیره آب که سالانه 7 بیلیون گالون آب تصفیه شده توزیع می کند، از لحاظ ردبندی در سطح بالای شهرهای آمریکا قرار دارد. بعد ایشون از من پرسید خب حالا شما تو این شهره که هستی از اون برای من بگو. گفتم والا این شهره ما تازه اومدیم، فعلا مثل اون بود که میگفت طرف رو تو ده راه نمیدن سراغ خونه کت خدا رو میگیره، ما سعی میکنیم خیلی سراغ خونه کت خدا رو نگیریم، ولی حرفی که ایشون زد باعث شد که من برم و یه اطلاعاتی رو از این منطقه هم بگیرم. خیلی جالبه، میگه اوه اونجا هم ایران شده با یا آقای پتیک با ایرانیان در آنجا کار میکنن. نه اینجا ایران نشده. اتفاقا من یه چیزایی رو بهتون بگم، امروز داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، معاون نمیدونم وزیر چیچی دوره شاه سال 1340-45 اینها راجع به اون کارخونه آقای اصغر قنچی که صاحب شرکت ماک در ایران بوده، اینجا میگن مک اونجا میگن ماک، کامیونای بزرگی که عکس یه سگ بولداگ رو جلوش هست و اینها، صحبت میکرد و خیلی از چیزایی که شما میبینید تو ایران الان هست، بخور بخور و ببر ببر و زیر میزی و کمیسیون و کیکبک و اینها، اینا رو ما از اینا یاد گرفتیم. من یادمه داداش من میخواست استخدام بشه توی شرکت پتروشیمی که یک قسمتی از اداره نفت، شرکت نفت ایران بود، شرکت ملی نفت ایران، و به این میگفتن درسته که حقوقت 3,000 تومنه ولی درآمد داری. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا اگه قراره به این 50 تا کیسه کود شیمیایی بدی، بگو آقا 30 تا بیشتر نمیتونی بدی، تا اون بیچاره با التماس بگه آقا اگر 20 تای دیگه هم بهم بدی من 200 تومن بهت میدم، 200 تومن از این 200 تومن از اون، آخر ماه میبینی درآمدت از حقوقت بیشتره. اینجا هم همینجوره، اینجا ما برای شرکت ها کار کردیم که دیدیم که، و جالب بود دیگه یه جوری شده بود که آخر کار همه باج میدادن، خب همه که باج بدی انگار دوباره مساوی شدی. دیدید الان یه جایی که میخوایم بریم پارک کنید همه اینایی که فلجن همه جاها رو گرفتن، از بس هر کی رفته آقای دکتر اینجا هم درد میکنه یه مارک فلج بهش داده، آقای دکتر من 30 سال پیش جراحی داشتم یه مارک فلج بهش داده، فلج فلج فلج، دوباره میشه همون. ماها از اینا یاد گرفتیم، ماها انقدر هم خودمون بد نبودیم، خیلی خودتون رو دیسکردیت نکن. خب اینم از این ماجرا، بریم سراغ این نوشته هایی که براتون گذاشتم. این ماجرای جمهوری اول دوم رو که از آقای امیرحسین لادن، ساعت دوم برنامه شروع میکنیم، یعنی 27 دقیقه دیگه. و اما گزارش حملات این فجیره یا فجیره در شورای امنیت گفته شده احتمالاً توسط عامل دولتی انجام شده است. حالا کدام دولت ننوشته، میگه که امارات، بذارید براتون اینجوری بخونم، امارات متحده، امارات عربی متحده، امارات متحده عربی، امارات عربی متحده روز پنجمه جون دیروز 16 خرداد به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت که حملات به 4 نفتکش در نزدیکی سواحل کشور عملیاتی پیچیده و هماهنگ بوده که به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام گرفته است. امارات به همراه نروژ و عربستان در گزارشی نتایج بررسی اولیه خود را در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دادند، اما در این گزارش نامی از ایران نیامده است. شما اینو حالا داشته باش، حالا بیا تو قسمت تو قسمت دوستان ایرانی که همه ماشاءالله دانشمند هستن، ز پشکل تا بمب اتم رو برای شما میشکافن. اونا از روز اول هی گفتن ایران این کار کرده، و حتی بعضی ها گفتن اسرائیل این کاری کرده که اینا رو دعوا بندازه و اینها. و یه مقاله هست اگه پیداش کنم براتون میخونم،
دیس اینفورم یا بله فکر کنم یه چیزی اینجوریه که اون آقای جیسون رضاییان بود که رفت ایران گرفتنش، خبرنگار واشنگتن پست بود، ولی با وجودی که گرفتنش بعد جزویه که از اونایی بود که توی مبادله اسرا 5 تا میدن 5 تا بده اینجوری آوردنش، یکی از اوناییه که وقتی مینویسه نوشته‌هاش یه مقداری حقیقت داره و اینجور نیست که چون تو آمریکا زندگی میکنه همش بگه آخوندا اینجور اونجور. خب یکیش همین سازمانی که درست کرده این آقای پامپاو رفته یه نفر رو از فاکس نیوز با تجربه‌ای نزدیک به هیچ آورده گذاشته رئیس اون سازمان و اینا کارشون اینه که به افرادی که مقاله‌ای می‌نویسن یه چیز تحقیقی درست رو می‌نویسن حمله کنن و از بین ببرنش، چون یه نفر اگه 4 طرف بهش حمله کنن اصلا خودش هم باور میکنه که بابا یک اشتباهی کرده، یک کار خلافی کرده. ولی آقای جیسون رضاییان وایساده پرتوان، ببینیم چی میگه. میگه که این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 30 ماه می یعنی 9 خرداد گفت که کشورش مدارک دخالت ایران در انفجارهای بندر فجیره یا فجیره را به شورای امنیت داده. حالا احتمالاً میگه کی بهش داده؟ مجاهدین. مجاهدین کیان؟ مجاهدینی که 50 سال پیش سازمان مجاهدین رو راه انداختن، امروز بعد از 50 سال یه مش آدم سالمند مریض کرونیک، یعنی چیزای مزمن، بیماری های مزمن، بعد سازمان مجاهدینی که یه جا اسم خودش گذاشت ارتش آزادی بخش، امروز با چوب جارو رژه میره، نداره هیچی، و امروز تبدیل شده به ارتشی برای استخدام. یعنی شما من استخدام کن، پول بده، اسلحه بده دست من، من هر کسی رو بگی میرم میکشم. و دیدید شدن استخدام صدام، آمدن ایرانی ها رو زدن کشتن و ایرانی ها الان چنان از اینا متنفرن که اسم مجاهدین که میاد ایرانیه میگه که آقا همین با آخوندان میمونیم ولی نمیخوایم مجاهدین باشن. اینم از این ماجرا. خب آقای خلوتی کاکو کجا بودی؟ گویان بودی؟ غلط بودی؟ کجا بودی؟ خب میگه آقا یه یادی از ما نمی کنی. فرمانده سنتکام نشانه ها حاکی از عقب نشینی ایران از موازهش هست. وقت از اون بر میگن این ناوی که از اینجا رفت اصلا توی اون دهانه خلیج فارس اون تنگه هرمز نرفته و اون بیرون وایستده. یه عده میگن برای اینکه هی چپ و راست به آمریکا گفتن اگه این کار انجام بشه دنیا رو با آتش میکشید نکنید، یکی دیگه میگن که آمریکا توان وارد شدن یا به قول ایرانیا ورود کردن به یک جنگ جدید رو ندارن، و از اون بر دو دستگی و چند دستگی در حکومت آمریکاست. همینجوری که میدونید شما الان مجلس آمریکا با رئیس جمهور نادان شدیداً در جنگ و مقابله هستن، تا جایی که سخنگوی مجلس خانم نانسی پلوسی گفت که دلیلی که من این رو استیضاح نمی کنم اینه که میخوام بندازمش زندان، و دیروز این آقای شارلاتان ترامپ نادان مثل بمب منفجر شده بود و هر فوش خار مادری که تو خیابونهای نیویورک یاد گرفته بود نصیب این نانسی پلوسی کرد. خب آقای دانیل میگه که مجاهدین شاخه برونمرزی امنیت سپاهه. نه آقا من فکر نمی کنم حتی سپاه هم اینا رو بازی بده، این بیچاره ها یه راه اشتباه رفتن و اون جوکی بود میگه این راه که تو میروی به گورستان است، واقعا به گورستان منتهی شده. اینم عکس ترامپ و نانسی پلوسی، چون نانسی پلوسی دیروز در برنامه 75 سالگرد دیدی روزی که آمریکایی‌ها رفتن چدبازا، ما چدباز بودیم یک کم پوز بدیم، چدبازا ریختن تو اون جزیره نورماندی و فرانسه رو از دست آلمانیا آزاد کردن، و آمریکایی‌ها همیشه خودشون رو مدیون فرانسه می‌دونستن. اگر تاریخ آمریکا رو نگاه کنید میبینید که اون فرانکلین میرفت فرانسه، فرانسوی ها پول میدادن، کمکش میکردن، راهنماییش میکردن که چجوری از به اصطلاح
زنجیر انگلستان خودتون رو رها کنید و اینا همیشه خودشون رو مدیون میدونستن، اونا منت میذاشتن سر اینا تا اینکه این جنگ جهانی دوم و این ماجرای دیده 75 سال پیش، اینا که رفتن حالا از این روز به بعد آمریکایی‌ها هی پوز میدن که این فرانسوی‌ها ترسو هستن، نشستن تا ما بریم نجاتشون بدیم. و دیروز یه برنامه واقعا مفصلی در اون جزیره که نه در اون کنار در شادم جزیره باشه در اون نورماندی اجرا شد و این شالاتان نادان که خودش از جنگ فرار کرده فکر میکرد این برنامه رو برای بزرگداشت این راه انداختن، چنان پوز میداد که نگو نپرس. بعد رفت توی یکی از همین چیزای نیرو دریایی هم نشست مصاحبه کرد با اون آقای پیر چیه، اومد جای لری کینگ، برنامه‌ش هم خوب نبود، رفت یک خبرنگار انگلیسیه و مصاحبه انجام داد و اون بهش گفت آقا شما که خودت جنگ نرفتی به خاطر اینکه گفتی پامیه استخونی در آورده و این پامیه استخونی در آورده، یه خبرنگاری چند مدت پیش ازش پرسید شما کدوم پاد استخون در آورده بود، چون آدم دروغگویه نمیدونست، گفته پای راستم یا پای چپم، گفت برید پرونده هامو نگاه کنید توی اون نوشته که میگن دروغگو کم حافظ است بمانه. گفت که خب شما که تو ارتش نرفتی چجوری میتونی چیز کنی این روز ارتش و فلان و اینها رو؟ گفت که من طرفدار جنگ ویتنام نبودم، چون جنگ یه جای دوری بود، باورتون بشه it was far away. بعد همه میگن خب یعنی الان افغانستان و اینها نزدیکه، شما سوار تاکسی میشی میری افغانستان. و گفت الان در عوض الان دارم کمک میکنم، بودجه ارتش رو میبرم بالا، شاید این جبران اون غیبتم از جنگ ویتنام بشه. ارتش یا دیشب یکی پس از دیگری اونایی که میتونن صحبت کنن، چون اینجا اونایی که توی ارتش هستن نمیتونن صحبت کنن، فقط افرادی که بازنشست شدن آمدن بیرون اونا میتونن صحبت کنن، گفتن این یک توهین خیلی بزرگ بوده به ارتش و دروغ میگه، این حتی بودجه ارتش رو کم کرده، پولشو گفته من میخوام برم مرز بسازم، مرزی که همه میگن بیهوده است، چون اونا از مرز نمیان، از جای قانونی میان داخل، کامیونی که میاد، ماشینی که میاد، اونا هستن که مواد میارن، به چیز میارن اینها. و بعد میگه آقا شما به ما اسلحه نده که اون گنگسترا اونجا قوی نشن، آمریکایی‌ها اسلحه میبرن اونجا میفروشن، اسلحه میخره اینجا 200 دلار میره اون ور مرز میده 600 دلار. خب اونی که اونی میخره 600 دلار چیکار میکنه؟ میره در خونه یه نفر میگه که تا آخر این هفته وقت داری پول بدی و الا میفرسین بیان دخترتو بدوزن، تجاوز کنن، نمیدونم بکشنتون. اونام فرار میکنن، میگن اینی که گفت من امروز که بیام فردا مهاجرت اینها تموم میشه، الان در چند مدت گذشته برخلاف اون که کم شده بود تعداد مهاجرین از جنوب که از طریق مکزیک میان، الان سه برابر شده و هیچ کم تا امروز فکری به حالش نتونسته بکنه و راهی براش پیدا نکنه. چه باید کرد من نمیدونم. میگه که نانسی پلوسی حرامزاده ترین سیاست نامدار چیه؟ یکی بدتر از حسین اوباما. ببین عزیز من، اینجوری نمیشه اینا رو قضاوت کنی. نانسی پلوسی شما برو بخون، از موقعی که اینا نیویورکی و مریلندی هستن، اینجا مال بالتیمور و مریلند هستن و توی سیاست بوده و اینها، یه تاریخی داره که نشون میده این کاره است. وقتی الان میگیم این کاره، شما هر جوری میخوای حساب کن این آقا بلده چی کار کنه و اینجوری فوش بدیم این حرامزاده، اون شبی که باباش با ننش بوده شما اونجا بودی، این سوره نخونده حرامزاده، اینا اینجوری نمیشه که. بیا بگو آقا این نانسی پلوسی میخواد اینو استیزا نکنه برای که بار دیگه هم خودش تیمشون انتخاب بشه، یعنی حزبشون انتخاب بشه، اکثریت بیاره و اینم بمونه سخنگوی چیز. چون یکی از محاسنی که سخنگوی مجلس بودن داره اینه که اگر امروز هواپیمای پنس از این ور بیفته، هواپیمای ترامپ از اون ور بیفته، این خانم میشه رئیس جمهور. اینجوری صحبت کنی و الا این پدر سوخته حرامزاده. خب واسه 100 دلار آدم میکشن، خب دیگه اونو ما امتحان نکردیم، زنگ بزنیم الو خانم نانسی پلوسی من میخوام این دانیل بکشی، چند میشه 100 دلار؟
مکزیکی ها وحشی‌ترین موجودات آمریکای شمالی هستند. نه آقا اینجوری هم نیست، شما این چیزها رو از کجا میگیری؟ مکزیکی ها یه فرهنگ قدیمی دارن، اون فرهنگ مایا و اینا رو شما برو مطالعه کن. اینجوری نیست که شما یه مکزیکی گنگی، این ترامپ اومده گفته اینا دزدن و جنایتکارن، شما بگین مکزیکی ها. بابا اینجوری نیست، تو رو خدا یه کمی کوتابیا وابده، به قول دوستی داریم شمالیه میگه وابده. خب دونالد ترامپ، نانسی پلوسی، تهواور، کینجو، ببین همه حرفایی که شما میزنید. نانسی ترامپ، دونالد ترامپ گفت که دیدم این آقای بابک هروی با آب و تاب آمده مسخره کرده علی خامنه ای رو، که به دونالد ترامپ گفته رونالد ترامپ. آقا طرف 80 سالشه دیگه، نه گوشش میشنفه، اگرم گوشش بشنفه وقتی صحبت میکنه این دندونای مصنوعی. دیدی همین آقای ترامپ میخواد بگه United State of America، میگه United Shed of America. دندوناشون وقتی جا به جا میشه و اینا اینجوریه، برای این که حالا دندونا رو پیچ مورهی کردن. در هر صورت میگه نانسی پلوسی تهواور، کینجو و وحشتناک است. ببین کی به کی میگه کینجو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور را فردی تهواور، کینجو، وحشتناکترین عنوان کرد و در این حال گفت که سعی کرده بود با او خوب باشد. ترامپ روز گذشته در نورماندی فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز همچنین افزود فکر میکنم او پلوسی باعث ننگ است. کسی که خودش باعث ننگ فامیلشه، باعث ننگ آمریکاییه، باعث ننگ آلمانیا هستن چون باباش آلمانیه، باعث ننگ ایرلندیا یا اسکاتلندیا هستن چون مادرش اسکاتلندیه. این میگه اون ما میگن شیرازی ها میگن ترشباله به اسم، میگه برو برو نه سوراخی. حالا اسم چیه؟ اسم کفگیره. ترشباله چیه؟ صافیه، آبکش. آبکش که این همه سوراخ داره، به اون بیچاره که 9 تا سوراخ داره میگه برو نه سوراخی. این ماجرای ترشباله، تراوش بیاله هستا، برید یاد بگیرید. تراوش بیاله همون آبکش، ترشباله اسمو نمیدونم چیه، اسم فکر کنم اسم هم نیست، حسمه با ه جیمی و ساد می‌نویسن، مطمئن نیستم. خب در هر صورت این ترامپ و این دارن با هم میپرن تا ببینیم چی میشه. و ترامپ میگه اوکی برو منو استیزا کن، اونا میگن که نه این ادا و اطفار در میاره که برو منو استیزا کن، من از هیچی نمیترسم. ولی واقعا شب و روز شکی شده و وحشت تمام وجودش رو گرفته. میگه رویترز گفت آمریکا دیگر خلبانهای جنگنده های F-35 ترکیه را آموزش نمیدهند. چیکار کرده؟ این جنگنده ها رو فروخته، حالا میگه آموزش نمیدن. مثل این که شما برای بچت یه ماشین بخری ولی بهش یاد نداده باشی رانندگی کنه. خب مطمئنن این وقتی میره تو خیابون خطر تصادفش زیاده، تازه اگه جرأت کنه بره. حالا اونا هم لابد یه جای دیگر استخدام میکنن، یا یه چند تا آمریکایی از این بر لوپ هول از پشت میرن میگن آقا ما بهتون آموزش میدیم، اینقدر بیشتر میگیریم و ببینیم چی میشه. میگه که خانم تنازی میگه او من هرگز به ترامپ گوش نکرده بودم، تا 4 ژوئن به مدت 3 روز بهش گوش کردم، صداش برعکس کله گنده و بزرگش چه صدای ریز و کوتاه و خفه در گلوی داره. این اصلا یک موجود کثیف و پلیدیه که همه چیش هم از دستش گرفته، از اون عزامندش هم که اون خانمه اومد گفت مثل قارچ کوچولو میمونه، و دستش هم که اون مارک روبیو مسخرش کرد گفت دستای کوچیکی داره و بگو هر کی هم دستش کوچیکه نمیدونه فلان چیش کوچیکه و اینها. مغزش هم که از مغز گنجش کوچیکتره ولی فکر میکنه خیلی خوشتیپه، از نزدیک که نشونش میده صورتش اینجوری انگار این جادایش دهات شیراز استان فارس. بعد همیشه هم چون میره زیر این دستگاه ها میخوابه که نور خورشید بگیره، این دور چشمش چون اون عینکه رو میزنه سفید و اصلا یه حالت وحشتناکی داره. عکساش رو نگاه کنید، چون میدونید وقتی که میره عکس میگیره تق 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 با دوربین میزنن 1000 تا عکس میگیرن، اونی که میخواد خوبیشو بگه میگرده دنبال عکس خوبش، اونی که مثل ما میخواد بدیاشو نشون بده میگرده دنبال عکس بداش. برید بزنید که مثلا worst images of Donald Trump، یعنی بدترین تصاویر از دونالد ترامپ، و براتون میاد و میبینید.
اینم آمریکا دیگر خلبانهای جنگنده های F-35 ترکیه را آموزش نمیدهد و میگه که ترکیه هم اکنون سفارش خرید سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه را طبق قراردادی به این کشور داده است و از سوی دیگر قصد خرید جنگنده های رادارگوریز F-35 شرکت آمریکایی لاکید مارتین را هم دارد. واشنگتن میگوید که ترکیه نمیتواند هر دو این تجهیزات را با هم داشته باشند. این همون چیزی که زمان شاه هم به شاه گفتودن شما نمیتونی نیروگاه اتمی داشته باشی ولی بنزین سوختش از یه جای دیگه بخری، که بعد گویا شاه گفته بود نمیخوام و رفته بودن سراغ آلمان که بعدم نشد. و اینجا بله میگه سنش بالاست گریم میکنه. نه، این کاری به سن بالا نداره، این نارسیسیست. نارسیسیست یعنی خودشیفته، اینایی که عاشق خودشون هستن. آقا من دوست دارم مثلا موهاش رنگ میکنه، بعد قسم میخوره که من موهام رنگ نمیکنم. میگم آقا مگه کسی بهت گفته میکنی؟ نه، میگه هر کاری میکنی برای خودته. ولی میگه نه آقا من موهام رنگ نمیکنم، من همینجوری جوونم. میگم اولا شما جوون نیستی، همه میدونن سن چقدره. وقتی نگاه میکنن این موی کلاغی که زدی و چروک اینجوری و حالا هرچی هم رفته باشی از این سوزنا زده باشی خودت باد کرده باشی، مردم میفهمن. ولی اونا البته به نظر من مریضن، اونا کسایی هن که میخوان تو بهترین شرایط باشن، هی خودشونو سوزن میکنن، خودشونو جراحی میکنن. این دکتر مظاهری میگه من صبح که میخوام بیام تلویزیون اینجا میگیرم میکشم پوسای اضافی رو کات میکنم. بعد گفتم والا ما یه ریش میخوایم بزنیم، ده جای خودمون رو زخمی میکنیم، کاغذ میچسبونیم، ادکلون میزنیم، روغن میزنیم. این آقا میگه من صورت خودم رو میکشم. این مظاهری هم دیوانه، هم شهری ماست. خواهرش اون مدرسه شهردخت و اینا مثل که اون مال اون بود. خب حالا این دوستان میگن آقا تو چجوری همه این دبیرستان های دخترونه رو میدونی؟ کدومش مال تخت جمشید مال اون بوده؟ نمیدونم شهردخت مال اون بوده. خب دیگه بالاخره خب ساعت 2:51 است، 9 دقیقه دیگه شما رو میبریم با آقای امیر حسین لادن باشیم. و اما میگه فوتبال برای دوستی، یادگیری ارزش‌های یک ورزش. یه مسابقه بود، مسابقه بسکتبال بود بین آمریکا و کانادا. اینجا رسمه، اینجا تو آمریکا حتی بین تیمای دو تا شهر، دو تا ایالت وقتی که مسابقه میذارن خبرنگاره میره حرف میزنه، این به اون تیم فوش میده، اون به این تیم فوش میده. گفت بیا بریم حالا ببینیم کانادایی ها، اینجا معروفن به این که خیلی مؤدبن. گفت بیا بریم ببینیم کانادایی ها چجوری راجع به این تیم آمریکایی بد میگن. به هر کدومشون میگفت که یه چیز بدی بگو. میگفت چرا چیزی بدی بگم؟ اینا آمدن مسابقه دادن، این بار باختن، امیدوارم دفعه دیگه بیشتر تمرین کنن و ببرن. خلاصه خیلی برنامه قشنگی بود، اگه تونستید اینو گوگلش کنید یا اگه کسی میتونه بفرسته و بنویسه. میگه که کاکو بدون رودرواسی بگو بهرام مشیری. من اصلا نمیفهمم بهرام مشیری منظورتون کیه. نه من امروز درباره بهرام مشیری صحبت نمیکنم و من یکی از اونایی ام که با هیچ کی رودرواسی ندارم. شما میتونی از خود آقای بهرام مشیری سوال کنید. درود و عرض ادب خدمت جناب سربی و همه عزیزان. چقدر خوشحالم که شما هستی، چون بعد از اون روزی که گفتی عصبانیم و همین الان باید حرف بزنم، گفتم آقا نمیشه من دارم میرم واشنگتن، دیگه هیچ خبری ازت نشد، یک کمی نگرانت شدم. خوشحالم که هستی، امیدوارم سالم باشی. دوستان عزیز ما امروز روی اینستاگرام هم اومدیم و باور کن اصلا نمیدونم به چه اسمی، وقتی زدم گفت اسم فامیل زدم، گفت پسورد اسم شهر، پسورد اسم گذر زدم، گفت نه غلطه، میخوای با چیزای فیسبوک وارد بشی؟ گفتیم باشه شما ما رو رابطه با هر چی میگی. گفت خب شما سربی هستی؟ گفتیم بله. حالا کدوم سربی هم هستیم؟ نه رامون داد ما موندیم زدیم، حالا لایف داریم، لایف پخش میکنیم. بله میگه که کانادایی ها نایس ترین مردم آمریکای شمالی هستند. خب پس این قسمت رو اونا درست گفتن، خوشحالم که بالاخره یه نفر مورد تایید شما قرار گرفت. به نظر میاد شما خیلی آدم سخت گیری هست. و اما با خروج از بحران اقتصادی کوکائین به بازار اروپا برگشت. یعنی چی؟ یعنی مردم پولدار شدن دوباره کوکائین میکشن. حمله فیلسوف فرانسوی به فوتبال زنان، حتما بعدش باید راگبی و بوکس زنان را تماشا کنید. راجب فوتبال زنان من هنوز دارم این کراواتای دوستانمون رو که
که برای ما کراوات های زیادی فرستادن، هر کراواتی رو میزنم میبرم تو اون اتاق که دیگه بدونم اینو زدم. و هنوز یه سری اینجا هست، فکر کنم تا یه دو ماه سه ماه دیگه این کراوات ها باشه. بازم ممنون و متشکرم از این دوستان. بله، مسابقات فوتبال زنان تو ایران چند تا درگیری شده بود، تا جایی که حتی مأمورین حفاظتی مجبور شده بودن دخالت کنن و رفته بودن بازیکنان زن رو حالا یا زده بودن یا بالاخره خواستن بازداشت کنن، اینا مورد اذیت و آزار قرار دادن. اینم از این. و ببینیم این فیلسوف فرانسوی چی میگه. میگه که در حالی که جام جهانی زنان امروز جمعه هفتم ژوئن 17 خرداد در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس آغاز میشود، یک فیلسوف شناخته شده فرانسوی در گفتگوی تلویزیونی نظرات خود را درباره این رویداد ورزشی چنین اعلام کرد. آلن فینککروت، فیلسوف فرانسوی لهستانی یهودی تبار، روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به پرسشی درباره جام جهانی فوتبال زنان گفت: فوتبال زنان را دوست ندارم. در واکنش به این موضوع سونیا موبرک خبرنگار مجری برنامه پرسید تفاوتش با فوتبال مردان چیست؟ این فیلسوف پاسخ داد: امکان ندارد، حتما بعدش هم زنان میخواهند راگبی بازی کنند. فرانسه در سال 1982 تیم ملی راگبی زنان تشکیل داد. برابری را رها کنید. گرچه برابری مهم است، اما کمی متفاوت است. خیلی خوب است که زنان فوتبال بازی میکنند. سپس خبرنگار به او گفت که موضوعش در این باره تحقیرآمیز است، که آقای فینکلکروت پاسخ داد: من با تحقیر نگاه نمی کنم، اما برایم جذابه. چند سال پیش اینجا میخواستن استخدام زنا رو برای اینکه بشن مأمور آتش نشانی، دیدن مثلا میگن که این باید بتونه یه چیزی رو به وزن 200 پوند، چون آمریکایی‌ها همه نقل 200 300 400 پوندن از 100 کیلو و فلان اینا، بتونه برداره. بعد گفتن نه آقا، زنان نمیتونن اینجوری. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت خب اگه بیاریم اینو پایین، مرده هم میگه خب منم انقدر وردارم میتونم استخدام بشم، بعد اگه این سوربی آتیش بگیره توی پنجره ای باشه، این طرف میاد بالا میگه چند کیلو هستی؟ میگه آقا من 250 پوندم. میگه خب وایسا تا بسوزی، یکم هم نفت میریزن روش یا یکم باربیکیو میزنن، میگن خوشمزه بشی. هیچکی نمیتونه اینو بیاره بیرون. این بعضی چیزا اینه که دیگه هی زنا و مردا هی میگن برابری برابری. الان دیدید آقایون میگن ما هم میخوام بریم تو کلوپا نمیدونم لنگمونه بکنیم هوا پول بسازیم. چرا این میتونه بره توی تدی بار پول بسازه، ما میخوام بریم پول بسازیم. آقای میره تو هودرز میگه منو استخدام کنی، میگن بابا اصلا حس اسمش باهاش این هودرز، این چشم جغ گنده برای اینه. بعد اینا رو ما میخوام، میگه نه دیگه مساوات نیست، شرکت رو چیز میکنه. رسیده یه جورایی با آخر دنیا. میگه که معذرت جناب سوربی، از یه طرف کار و از یه طرف خستگی و از طرفی کانال ها و گروه ها تا آخر شب دیگه حالی برای آدم نمیمونه. عصبانیت من هم از اون به این خاطر بود که ادعی به اصطلاح اهل سیاست و روشنفکر همش ادعای حمله آمریکا رو میگفتن، تا اینکه جناب ترامپ گفت که با همین رژیم هم کار میکنه. اون وقت همون مدعیان جنگ تغییر جبهه داده بودن که من از اون موضوع عصبانی بودم. اینم از این. خب حالا بذارید، میگه که عکس ترامپ رو بهتون نشون بدم که اینایی که سیاست مدارن شما نمیتونی به حرفش به اصطلاح اطمینان کنی. آقای رضا سلامی، دکتر عزیز مملکت ما، نگاه بکن این ترامپ اگر رو حرفش وایساده بود، اون دیوانه حمزه پور هی میگه نه این ترامپ این فرق میکنه با اون سیاست مدارا. ببین حالا براش اینجوری کاریکاتور و جوک نمیساختن. میگه چی؟ میگه ترامپ یک ماه پیش گفت کار ایران تمامه. ترامپ یک هفته بعد گفت ما با ایران سر جنگ نداریم. ترامپ دو هفته بعد گفت. به نظر من وقتی شما میگی یه ماه پیش، این یه ماه رو باید بنویسی چهار هفته پیش گفت، بعد یه هفته بعد باید بگی سه هفته بعد. میدونی یا پیش باشه یا بعد باشه، همش پیش 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 تا درست بشه، ولی عیب نداره دیگه. ترامپ دو هفته بعد گفت عید فطرتون مبارک. ترامپ به زودی میگه جانم فدای رهبر. و اگه نگاه کنید اینجا هم عکسش ساختن از این شالای فلسطینی دوره
چپیه میگفتن دور گردنش انداختن، اینجا هم نوشته جانم فدای رهبر. اینم از این ماجرا. منم به آقای مصطفی محمدی سلام میکنم. بعد میگه که این فیلسوف تنش میخاره، بازم کتک از جلیق زردها میخواد بخوره. بله سعید میگه من میگه هر ماه چندین روز در مکزیک هستم، مهربانترین آدم ها، همه وفادار به فامیل و آداب خود هستند. چند تا اسپانیش تبار که در آمریکا جنایت میکنند نماینده مکزیکی ها نیستند. به این دوستت که به مکزیکی ها بی احترام کرد بگو بیا با من بریم مکزیک تا ارزش های مکزیکی را بهش نشون بدم. اینم از این. خیلی ممنون که دوستان هستن. اگر ما یه وقتی خیلی راست میریم میان یقمونو میگیرین که بیایم وسط. ساعت 3 بعد از ظهر بریم سراغ آقای لادن و درباره موضوعاتی درباره جمهوری دوم و جنگ ایران و آمریکا و این موضوعهای روز صحبت کنیم. آقای لادن از اولا اسمشون هست امیر حسین لادن و بذارینم پیدا شد روی گوگل تایپ کنید پیدا میشن، روی فیسبوک بنویسید پیدا میشن و اندیشکده.net. اندیشکده هم به اون اچ آخرش یا هی آخرش رو ننویسید. به نظرم میام داریم ارتباطون برقرار میشه و ویدیوی ایشون رو آهان گرفتم، ویدیوی بسیار خوبی و به نظر میاد شما ایمیل من رو در رابطه با میکروفون نگرفتید. هیچ اشکالی نداره، چون اتفاقا بعدی که برای شما نوشتم متوجه شدم که میکروفون اون آقای رامین هم صدا میده. بعد رسیدم به اون نتیجه که تلویزیونی که آقای عرفانی برنامه گذاشته به نظر میرسه که اون اشکال داشته و در صدا، در ضبط صدا یه اشکالی برای شما دوستان پیش آمده. خب دوستان عزیز اجازه بدید من سلامی کنم خدمت آقای امیر حسین لادن، بهشون خوش آمد بگم و ببینیم که ایشون برنامه امروز رو برای ما چی آوردن. شما هم در حین برنامه میتونید اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نظری دارید مطرح کنید. من هم خودم چند موضوع هست که مایل هستم از ایشان بپرسم. آقا خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. درود بر شما جناب سربی، بر بینندگان و شنوندگانتون، بر هم میهنانمون. منم خوشحالم که با هم هستیم. صدا درسته؟ خیلی عالیه، امیدوارم همینجوری بمونه. و آقای لادن شما میبینم که یک حرکتی رو که دوستان به نام جمهوری دوم شروع کردن شما هم پیوستید و تبلیغ میکنید. من میپرسم مگر ما هیچ وقت جمهوری اول داشتیم در ایران که حالا بریم سراغ جمهوری دوم؟ اگر نداشتیم چرا از دو شروع میکنیم؟ سپاسگزارم. اتفاقا پرسش بسیار منطقیه و در پرسشتون به نظر من یک اعتراضی هم وجود داره و همینطوری که بهش اشاره میکنیم مگه ما جمهوری اول هم داشتیم؟ ولی ببینیم، ما جمهوری اسلامی داریم. حالا درسته که فقط اسمش جمهوریه، ولی تو هر کشور دنیا که برین این حکومت ملاها در ایرانو بهش میگن جمهوری اسلامی و بعدن هم که تاریخ بنویسن میگن که در ایران از 1357 تا 1397 40 سال جمهوری اسلامی بود و نمیگن، یه پرانتز وانه میکنن، میگن این در ذهن جمهوری فقط اسمن بود حقیقی نبود، بهش میگن جمهوری اسلامی. این هدفی که جیرکه از نامگذاری داره اینه که بگیم جمهوری دوم یعنی گذار از جمهوری اسلامی و نه به سلطنت. نام به این دلیل انتخاب شده. حالا دیگه نمیدونم در چند اندازه مورد پذیرش شما یا دوستان هست. و ما همه میدونیم که جمهوری یعنی حکومت مردم و اسلامی یعنی حکومت الله.
پس بنابراین این خودش به انگلیسی بهش میگن اکسیمورون یا تضاد این دو تا واژه با هم دیگه و همدیگه رو خنسا میکنن، یعنی بی‌معنی ان. پس اون یه چیز مشخصی. بسیار ممنونم آقا. یه مقداری درباره اندیشکده آگاهی و شناخت برامون صحبت کنید، برای افرادی که ممکنه با شما و دوستان شما آشنا نباشن. و شعار شما اینه: برای دستیابی به ایرانی آزاد و مردم سالار، که باز برمیگردیم با همون جبهه جمهوری دوم هم همراه شدید. یه مقداری در این مورد توضیح بدید. حتما با کمال میل. میدونیم که آدم هر کاری رو میخواد شروع کنه اول یک هدف داره و در مقابل اون هدف برای رسیدن به اون هدف میاد یک راه و برنامه میذاره که چجوری به اون هدف برسه. همینطوری که شما اشاره کردین، هدف ما برقراری، البته شعاری نه، که برقراری دموکراسی و آزادی، اون همه میگن تو به قول معروف تو دکون همه عطارا و بقالام الان دیگه وجود داره، ولی ما داریم حرفمون عمل میکنیم. برای ما مهمترین اصل شهرونده، مردم ایران، انسانه. ما با این دید که همه چیز باید برای مردم و در خدمت مردم باشد، ما اونو گذاشتیم هدف اصلی و اولیه و در اون چارچوب حرکت میکنیم. چون داشتیم اشاره میکردیم، شما گفتین ما به جبهه جمهوری دوم پیوستیم، ما باهاش با همدیگه همراه و به همگام شدیم. یعنی ما هنوز اندیشکده آگاهی و شناخت هستیم، ولی دو جریان دیگه در جبهه جمهوری دوم وجود داره: ایران لیبرال و حزب ایران آباد. ما سه جریان با همدیگه همراه شدیم که بتونیم قوی‌تر، قدرتمندتر، توانمندتر کارا رو پیش ببریم. ببینین، چهار دهه از عمر این رژیم ملاها گذشته و در این مبارزه و مقابله میدونیم که بیشترین کاری که از اپوزیسیون خارج از کشور برمیاد نوشتن و گفتنه، ولی در ضمن که هر دوش لازمه، یعنی شما باید هم مردم رو آگاه کنی و هم رژیم رو افشا کنی، ولی کافی نیست. و اون چه که از دید من جبهه جمهوری دومو از دیگران متمایز میکنه اینه که یکیش باور جبهه هست و دیگری اینه که داره عمل میکنه. باور جبهه اینه که، یعنی هدف و استراتژی و اصول جبهه جمهوری دوم برای باور استواره که بسیار همراه با باوری که اندیشکده داره. همه چیز باید برای مردم و در خدمت مردم باشه. مردم صاحبان اصلی ایران هست، از ارزش و احترام برخوردارن و باید در مهمترین جایگاه باشن. بر اساس این باور، نخستین گام، وقتی میگم گام اینجا دارم راجع به عمل صحبت میکنم، شهروندسازی و تشکیل انجمنهای شهروندی. ما در اندیشکده سال هاست داریم همین کار رو انجام میدیم. این دومین چیزیه که باعث شد ما باهاشون همگام بشیم، برای این که زمانی که مردم بیاموزن که صاحبان کشور هستن، بدونن که یه حق و حقوقی دارن و حقوق طبیعی و حقوق شهروندیشون چیه، به آسونی دستخوش احساسات و شعارزدگی نمیشن، گول نمیخورن و تن به خرافات و محرومات نمیدن. ما باورمون بر اینه که رهایی خودمون و نجات میهنمون از این فاجعه هزار ساله، منظورم از فاجعه حکومت‌های خداسالار و اینی که مردم ما بنده بودن در مقابل سلطنت و در مقابل مذهب امت، یعنی ما حق و حقوقی نداریم، شهرمند نیستیم. پس بنابراین نیاز به دو تا تغییر اساسی داریم که بیان این، برای خودمون نجات بدیم از خدا سالاری، بعد حکومت مردم سالار برپا کنیم، و برای اینکه خودمون نجات بدیم از بندگی و امت بودن، باید بشیم شهرمند. چون
مردم سالاری و شهروندی که میتونه پاسخگوی این خواسته هایی که مردم دارن و نیازهایی که جامعه داره. و دقیقا همون روش و همون چیزی رو که ما داریم در جبهه جمهوری دوم تلاش میکنیم که پیاده کنیم و بهش برسیم. اگه دوست دارین اینجا متوقف میشم و باز ادامه میدیم. بله اجازه بدین چون دوستان سوالاتی دارن اونها رو مطرح کنم. البته من جواب بعضیاشو میدونم. شما بارها گفتید که من به دیگران کاری ندارم، مخصوصا وقتی اسم شخصی میاد، برنامه گذاری میاد و اینها. ولی آقای فرخ سوال کردن که آقای لادن، آیا شما نظر خسرو فروهر رو درباره مصدق دیده یا شنیده اید؟ اگر دیده یا شنیده اید نظرتون چیست؟ من فکر نمی کنم شما بیننده برنامه اون باشید، با شناختی که از شما دارم و اون شناختی که از اون شخص دارم. یه چیز دیگه هم هست و اون اینی که من شناخت بسیار دقیقی از مصدق دارم. شناخت بسیار دقیقی یعنی در حد سنم و تواناییم و در حدود نزدیک به 38 سال پژوهش، بسیار از تاریخ نچندان دور میهنمون آگاهم. تمام اسناد ایرانی و خارجی رو در مورد فرض کنین پیدایش حکومت پهلوی و تمام اتفاقات اون دوران رضاخان، رضاشاه و محمد رضاشاه، کودتای 28 مرداد، همه رو مرور کردم، مطالعه کردم و به قول خودمون تجزیه و تحلیل کردم. من نیازی ندارم به این که فلان شخص در فلان برنامه راجع به اینها چی میگه، ولی حاضرم اگه ایشون پرسش مشخصی داره پاسخ بدم. بسیار ممنونم. آقای پدرام سوال میکنن که میتونم بپرسم آیا جمهوری مخالف و یا اپوزیت دموکراسی است؟ نه اصلا با هم دیگه هیچ تضادی نداره. اصلا جمهوری حکومت مردم، دموکراسی هم یعنی دموکراسی حکومت مردم. درصد ممنون و متشکرم. اجازه بدید که شما در صحبتاتون وقتی که من گفتم شما هم به جمهوری به سازمان یا نمیدونم این حالا بنیاد سازمان جبهه هست چیه، جمهوری دوم، جبهه جمهوری دوم پیوستید، یه جوری صحبت کردید که میخواییم بگید که ما با وجودی که اینها رو تایید میکنیم ولی نپیوستیم. درست فهمیدم یا نه؟ منظورم این بود که ما وقتی شما یه جبهه دارین، اگه خاطرتون باشه مثلا جبهه ملی زمان مصدق توش احزاب بودن و در اون زمان به خاطر اینکه نیاز به یک مسئله اونطوری بود، شخصیت‌هایی هم بودن که در جبهه شرکت داشتن. ولی جبهه خودش از شخصیت ها درست نمیشه، از سازمان ها و جریان ها و احزاب درست میشه. ولی اون احزاب همه باورهای خودشون رو نگه میدارن، میان با جبهه در چارچوب یک باورهای مشترک با همدیگه همگام و همراه میشن. منظورم اون. بله خیلی ممنون. دوستی به نام دانیل یا همون دانیال خودمون سوال میکنه که چه تضمینی این جمهوری دوم منظورشونه به مردم میدن که مانند قبلی نشه؟ اتفاقا پرسش خوبیه و یه بخشی از فرهنگ ماست که ما با همه چی به سوء ظن نگاه میکنیم، برای اینکه یه عمر به ما دروغ گفتن و من اصلا ناراحت نمیشم از اینکه چنین دیدی باشه. ولی همچی گفتم نگاه کنیم به اینکه هدف چیه و اولین گامی که ما برداشتیم، اولین حرکتی که داریم میکنیم چیه، و بعد نگاه کنیم به دیگران. و حالا اینم وقتی ما میگیم جمهوری میخوایم چیکار بکنیم، میخوایم یه جمهوری دموکراتیک سکولار در میهنمون برپا کنیم. اینا هر کدوم از این واژه‌ها یک معنا و یک وزنی داره و وقتی شما یک چنین حکومتی رو برپا میکنین، مردم از یک حق و حقوقی برخوردارن و هر موقع که بخوان با استفاده از این حق و حقوق میتونن این رژیمی که داره حکومت میکنه و کارشو انجام نمیده بزن به روی رژیم دیگه بزنن سر جاش. اصلا یکی از شرایط حکومت مردم سالار اینه
که وقتی شما میخواین انتخابش کنین در اون زمان بدونین که اگر اینو نخواستین چجوری میندازینش بیرون. برای مثال میدونیم که 98 2% از ملتمون رأی دادن به رفراندوم خمینی، جمهوری اسلامی آری یا نه. خب من اینو قبلا توی برنامه شما گفتم و برای اونایی که نشنیدن تکرار میکنم، آخه آیا این 98.2% میدونستن که جمهوری اسلامی چارچوباش چیه، چه حق و حقوق و قدرتی به اون داریم میدیم، چه حق و حقوق برای خودمون باقی میمونه و اگر نخواستیم باهاش چه کار میتونیم بکنیم؟ منظور من اینه وقتی میخواییم یه حکومت مردم سالار درست کنیم باید همه مسائل مشخص باشه قبل از اینکه بگیم آری یا نه. بسیار ممنونم. دوستون سوال میکنه که جناب لادن در مورد آقای مصدق نظرتون رو نگفتید، چون فرمودید که تحقیق و پژوهش داشتین، خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بگید. ناگفته نماند ایشون جدیدن بیننده ما هستن و من بهشون پیشنهاد میکنم برنامه های قبلی شما چه در این تلویزیون چه در تلویزیون های دیگه چه در وبسایت خودتون رو ببینن مطالعه کنن، بعد اگر سوالی براشون به اصطلاح پیش آمد بپرسن. ولی شما اگر صحبتی دارید که بخواید درباره دکتر مصدق بگید، همینجا سوال شده باز آقای فرخ که آیا مصدق مذهبی نبود، آیا مصدق فرزند قاجار نبود. این سوالهای اینجوری به نظر من ببخشید یه مقداری کودکانه و تکراریه. خب مذهبی بود، شاه هم مذهبی بود، خب چیکار کنیم؟ بعد از قاجار بود، مادر شاه هم از قاجار بود، خب چیکار کنیم؟ بفرمایید آقای لاده. ببینیم اینجور پرسش ها، ولی من نمیگم که این دوتا دوست سلطنت طلبن یا چه هستن، هرچی هستن به خودشون رفته، ولی چی اینجور سوال معمولا با یک قرض‌ورزی و با یک پیش‌فرض مطرح میشه. ترغم نمی کنه، هر کسی حق داره هر جوری دلش بخواد بیاندیشه و هر باوری که دلش بخواد داشته باشه. اتفاقا در این جمهوری دموکراتیک سکولار، اگه گفتم هر کدوم اینا یه معنی داره، در اون بخش سکولار ما باورمون اینه که باید دین از دولت جدا باشه و حتی سکولار میره به اون جایی که لائیسیته در این مورد صحبت میکنه که حتی مذهبیون، اون کسانی که رهبرهای مذهب هستن مثل ملاها و کشیش‌ها و اینا، اونا حق ندارن در حکومت شرکت کنن. یعنی ما میخواییم جدا کردن رو در اون حد ببریم جلو. ولی برگردیم به پرسش هایی که مطرح شد. ببینید وقتی یک سلسله 170 سال مثل قاجار، هر کدومشون هم چندین همسر داشتن هستن، خب یک جمعیت بسیار عظیمی از قاجارن. ما بیایم اینا رو بریزیم بیرون که از قاجاریم، یا بیایم هر کسی که رب داشته به رضا شاه و محمد رضا شاه بریزیم بیرون برای اینکه اینا نوکر انگلیس بودن، اینطوری نیست. هم اتفاقا این بحث رب داره به اینکه ما فردا بریم ایران، ما با سپاهیانی که با 90% 95% از سپاهیان اصلا مشکلی نداریم، اونا باید بیان به طرف مردم، بیان به طرف حکومت دموکرات، ولی ما با کسانی مشکل داریم که خیانت کردن، جنایت کردن، چپاول کردن، اونا میرن به دادگاه و دادگاه تعیین تکلیف میکنه. پس بنابراین اینی که از نمیدونم قاجار بوده یا نبوده، مذهبی بوده نبودی، مگه کسی هم بوده اون باقی که مذهبی نبوده؟ شما یه جرأت میکردی بگی مذهبی نیستن، آویزونت میکردن. ولی شما در ازم اشاره کردین که مگه رضا شاه پای برهنه گل میرخ به سرش رو تو دسته سینه‌زنی را میرفت. محمد رضا شاه در دورانش 26,000 تا مسجد اضافه شد به ایران و بودجه 8 میلیون تومانی وجود داشت برای ملاها. بر همینه که میگن که حکومت اسلامی وارث محمد رضا شاه است. بله. آقای مصباح که خودشون یه مدت دیپلمات همین حکومت جمهوری اسلامی بودن،
می نویسند که ایران تا به حال جمهوری نداشته. این که اکنون در کشور ماست یک خلافت خودکامه است، برای حفظ ظاهر نام جمهوری را یدک می کشن. بعد اون کاملا من با ایشون هیچ مشکلی با این حرف ندارم، ولی منطقی که من به کار بردم در ابتدا، آیا وقتی در کشورهای مختلف در شهرهای مختلف تابلو میزنن که فرض کنید اینجا سفارت جمهوری اسلامیه، می نویسن زیرش در ضمن حقیقی نیست، اینها خلافت هستن، اینا دیگه پس فرضم گفتم تو تاریخ هم همین سر. بسیار ممنونم. یه چیز دیگه هم بگم خدمت. بفرمایید. و اونی که رضا شاه و محمد رضا شاه مدعی بودن که سلطنت مشروطه داشتن، ولی هیچ کدومشون که هیچ عنوان قانون اساسی رو رعایت نکردن. پس بیان بگیم نه، اینا هم نیستن. دوستمون هوش بلک هوش نوشته که حکومت اسلامی هیچ وقت نمیشه اسم جمهوری روش گذاشت، که همون گفته شما رو ایشون تاکید میکنه، تایید میکنه. و آقای فرخ هم، چون من گفتم این نوع سوال کودکانه است، میگه خب سوال کودکانه هم جواب داره. خب جواب دادیم بهتون. و اما بیایم سراغ بحثی که امروز من ویدیوی شما رو نگاه کردم و خیلی خوشحال شدم که شما هم مثل من فکر میکنید که درصد احتمال جنگ ایران و آمریکا کمتر شده. من فکر میکنم یکیش به دلیل گرفتاری‌هایی هست که ترامپ خودش اینجا برای خودش و دولتش، درست دولتی که نداره، این هنوز نتونسته دولتش رو به اصطلاح کابینه‌ش رو چیز کنه. و ای کاش یه قانونی بود مثل اسرائیل که اگه تا فلان روز نمیتونست کابینه رو درست کنه، بره دوباره انتخابات. و این یه نفره، فقط یه چند نفر رو گذاشته، اینا هم از این بله قربان گوها هستن که به اصطلاح جاده صاف کنه، کثافت کاریاش باشه. ولی از اون ور واقعا خطر جنگ از اون بوغی که دست گرفته بود و فریاد میزد کمتر شده. چون دیشب باز اونایی که جنرال‌های ارتش هستن و اینها میگفتن که اگر این عمل انجام بشه، نه فقط خاورمیانه که تمام جهان به خاک و خون کشیده میشه، چون یه حالت عصبانیتی توی جهان هست و یه دو دستگی. الان دانمارک رو شما نگاه کن، آلمان رو نگاه کن، ایتالیا رو نگاه کن. و این ماجرای جنگ رو یه مقداری برای ما بیشتر توضیح بدید. ضمناً راجع به اوضاع ایران و دشمنان و بیگانگان یه مقداری گفتگو کنید، چون این دشمن ایران هم وقتی میگیم جالبه که خود حکومت ایران و خود دستاندرکاران حقیقتا یه جوری دشمن هستن و چه باید کرد با اینها. بفرمایید. کاملا. اتفاقا الان دقیقا یادم نیست، ولی فکر کنم در حدود 6 سال پیش یک مقاله رو منتشر کردم که بر همین اساسی که الان شما گفتین، یعنی گفتم ما دو گروه دشمن داریم، داخلی و خارجی، و مهمترین و بدترین و خطرناکترینش همین ملاها در داخل کشور است. دشمنان اصلی ایران و ایرانی هستن. برگردیم روی پرسشی که شما مطرح کردین در مورد اینکه ترامپ و یارانش دارن چی کار میکنن. ببینیم، شما توی یک برنامه‌تون اشاره کردین، اگه درست یادم باشه، که ترامپ معاملات ملکیه، یا اگر شما نبودین شاید توی برنامه دیدگاه بوده، الان تو ذهنم نیست. نه، از این که این تو کار معاملات ملکی و ریل استیت و اینا بوده، البته اونجا آدم موفقی نبوده، آدم شالاتان و شیادی هست. آره، ولی به هر حال این در اون چارچوب رفتار میکنه. و اون موقع هم که معاملات ملکی انجام میداد، روشش همین بود که امروز داره، یعنی همچین زبد و نقیض رفتار میکرد که یک کیاس به فارسی چی میشه؟ یه حالت چیز درست میکنه، بلبشو میگن، چی میگن؟ بله. یه همچین حالتی به وجود میاره که طرف هیچ بشه، یعنی میخواد سوء استفاده کنه از موقعیت. خب ببینید،
نیو میگه که کشتی های جنگی برن، بمبکن های B-52 برن، 1500 تا کماندو بره، و عصرش میگه ما با ایران جنگ نمیخوایم بکنیم، ما ترجیح میدیم گفتگو کنیم، اصلا ما با حتی نمیخوایم رژیم رو تغییر بدیم. این ضد و نقیض ها عمدیه، علتش نیستش که ترامپ خل و دیوانه است، البته خل و دیوانه هست، ولی در این چارچوب منظورش اون نیست، این عمدیه، میخواد حریف ندونه این قصدش چیه، راهش چیه. و البته خود این باعث شده که رابطهش با متفقینش به شدت دچار چیز بشه، تنش بشه، یعنی که اونا هم موندن. و حالا که اشاره کردم به متفقینش، میدونین که انگلیس و آلمان و فرانسه یک برنامه‌ای گذاشتن که چجوری این تحریم ها رو دور بزنن. دیروز هلند گفته که ما میخواییم در این مسئله شرکت کنیم، و روسیه نمایندهش رفته داره با اینا صحبت میکنه تو اروپا که اونها هم در این مسئله شرکت کنن. حسنش اینه که تحریم ها رو بتونن دور بزنن، یعنی منظورم شاید امید هست که یه خوده از فشاری که رو مردم میاد کم شه، برای اینکه یه بخش دیگری در این اینه که در درجه اول روی دارو و مواد غذایی و چیزهایی از اون نه باشه، اونا چیزهایی که به مردم و زندگی مردم ربط داره. یه چیز دیگه هم توی پرسشاتون بود از خاطرم رفت. بله، یکیش راجع به جنگ بود، یکیش راجع به اصطلاح دشمنان و مخالفین. بله. ببینید، از دید من بیگانگان و دشمنان با هم دیگه جدا هستن، چون بیگانه مثل فرض کنین آمریکا، انگلیس، روسیه و اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، برای اینکه این چارتا که دوتاشون خب یک در حقیقت یه چیز بودن، اینها بیگانه هستن و خب با ما رابطه و رفتارشون بسیار بسیار یک طرفه و بد بوده، ولی از بیگانه انتظاری غیر از اینکه دنبال منافع خودش ما نمیتونیم داشته باشیم. قبل از که برم به دشمن، اینجا باید یه چیزی اضافه کنم که یه نفر بود به نام سرهنگ شیل، جاستین شیل، در حدود 60 سال پیش وزیر مختار انگلیس بود در ایران در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، و واقعا در مورد ایران بسیار به ایران و به آینده ایران لطمه زد، یه حرفی رو خیلی واضح گفت و توی اسناد میگه که ایران هیچ وقت نباید آنقدر قدرتمند بشود که برای ما یا منافع ما خطری داشته باشد یا بخواهد جلوی ما بیستد. این حرف شیل نیست، این سیاست انگلیس در تمام دورانی که تو ایران بود، تا انقلاب، تا کودتای 28 مرداد و اون وقت کمرنگتر تا انقلاب 57، این سیاست روسیه بود در همون زبان در ایران، سیاست آمریکا بود در ایران. اینا بیگانه هم ولی دنبال منافع خودشون هستن. مشکل ما در رابطه با اینها ایرانیای نوکر و مزدور و وطن فروش بودن که همه چی رو میدادن. شما نگاه کنید که همین آقای شیل یکی از کسانی بود که در نابودی و کشتن امیر کبیر شرکت داشت، همسرش اسمش بود لیدی شیل و ایشون هم در دربار نفوذ داشت و مرتب سمپاچی میکرد. خب وقتی که امیر کبیر رو برداشتن، این شیل بزرگترین دشمن امیر کبیر، وقتی برش داشتن
یک نوکر انگلیسی رو آوردن کدرن صدراعظم، اولین لطمه ای که به ایران زد غیر از این که تمام خواسته های شیر رو انجام داد، هرات از دست ایران رفت. خب حالا انگلیس داره چپاول میکنه، این انسان ناانسان نامرد نا ایرانی که اومده به اینا کمک کرده و نوکرشون بوده چی؟ اینه، من بیگانه رو ازش زیاد انتظار ندارم، اون ایرانیه که میرفتن پوتشی میکنه. و اما دشمن کیه؟ الان دشمن ما هست اسرائیل، عربستان سعودی و امارات. برای این که اینا دنبال فقط منافع خودشون نیستن، اینا دنبال نابودی و تجزیه ایران هست. اینا میخوان بیان سر قبر ما فاتحه بخونن، سر قبر ایران. اینا از ایران همونو میخوان که الان در عراق و یمن و سوریه وجود داره و هر کاری هم در قدرتشون باشه میکنن که به اونجا برسیم. حالا ما یه شانسی هم آوردیم و این شانسی که ما آوردیم ربط داره به گفته شما درباره این که احتمال جنگ کم شده. احتمال جنگ کم شده فقط ترامپ نیست، یکیش اسرائیله. آقای نتانیاهو الان اینجاشو گرفتن، دارن یه خود فشار میدن. اولا که از دولتش ساقطه، یک ماه دیگه باید در انتخابات شرکت کنه و الان دارن یواش یواش فاتحهشو میخونن. اون جنرالی که در انتخابات قبلی شرکت کرد و 35 تا کرسی آورد، مطابق نتانیاهو هم 35 تا آورده بود، اون یه حرف بسیار جالبی هفته پیش زده و گفته که ما، حزب ما که اسم بهشون، به حزبشون میگن سفید و آبی، میگه ما حزبمون آماده است که با حزب لیکود که حزب نتانیاهو همکاری و همبستگی داشته باشیم برای تشکیل دولت، ولی بدون نتانیاهو. خب این خیلی حرف جالبیه، برای اینکه عده زیادی از دست راستیا که در لیکود هستن از نتانیاهو خسته شدن و یه مقداری هم امید ازش بریدن، برای اینکه به زودی امکان داره دستگیر بشه و حتی میگن 3 تا 7 سال بره زندان. پس بنابراین این حرفی که این جنرال زده ممکنه باعث بشه که تو انتخابات آینده برنده بشه. بسیار ممنونم آقای بلادن. شما هم حتما با دوستان ایرانی که طرفدار ترامپ هستن برخوردهایی دارید، حالا یا روی فیسبوک یا در مجامع و اینها، و من وقتی که برنامه داریم و 2 نفر یا 3 نفر از دوستانی که بیننده هستن اون پشت دارن با هم دعوا میکنن، یاد موقعی میفتم که دبیر بودم و ما درس میدادیم، برمیگشتیم میدیدیم 2 تا از دانش آموزا یقه همدیگه رو گرفتن، حالا مثلا سر بازی والیبال و اینها. 2-3 تا از این دوستان اینجا هستن، متاسفانه نمیخوام بهشون توهین کنم ولی ازشون خواهش میکنم یک کمی در نوشتن در دستور زبان فارسی و اینها اقلا رعایت کنن، بلد باشن تفاوت سوال نوشتن، جمله سوالی نوشتن، جمله امری نوشتن، جمله خبری. من یکی از اونها رو براتون میخونم. این آقا میگه که اولین همون آقای دانیال هست، میگه شما با جمهوری اسلامید یا با ترامپ؟ علامت سوال. یعنی چی؟ یعنی این حرف جورج بوش نادان که گفت یا با منید یا بر منید. آقا درست مثل آخوندا شما دارین صحبت میکنید، میگید یا با ما هستید یا با شیطان هستید. نه آقای آخوند، من با تو نیستم، با شیطانم نیستم، با خانوادم، با پدر مادرمم، با دوستامم. پس اینجوری همه چیز رو سیاه و سفید نباید دید. شما نظرتون راجع به این دوستان و این گونه یا با مایید یا بر مایید چی هست؟ چه کار باید بکنیم با این دوستان طرفدار عالی جناب ترامپ؟ کسی که به رئیس جمهور آمریکا میگه عالی جناب، یعنی داره میگه که ما لیاقت حکومت دموکراسی نداریم و ما میخوایم که یک کسی مثل ولی فقیه تو سر ما بزنه، یک کسی مثل پادشاه تو سر ما بزنه و ما به رئیس جمهور که اینجا بهش میگن پرزیدنت، خیلی ساده ما میگیم عالی جناب.
و این حرکت زشت متاسفانه در تلویزیون‌های ایرانی رایج شده. بفرمایید آقای لادن. ببینید دو تا بخش داره این مسئله. یه بخشش بخش فرهنگیمونه که توی مملکت ما زور مقبولیت داره و علت این که یه میگن رضا شاه روح شاد برای این که با زور و خشونت رفتار میکرد. وقتی که یک نفر ژورنالیست یه مقاله نوشته بود که به مزاق رضا خان سرداخ سپه خوش نیامده بود، میرو تو دفترش با مشت و لغت دندونا و صورت یارو رو خورد میکن و با یه چیزی بود که با خودش هم میکرد، اساش نبود. تو ایران بهش میگفتن تعلیمی. بله. یه مشتاق بود تو ارتش بود. تو ارتش اصلا چوب تعلیمی داشته. بله. رضا شاه توی هیئت مدیر هیئت وزرا اینقدر وزیرایی که باهاش همراه نبودن تو سرشون میزد که بعض وقتا اینا میبردن بیمارستان. خب ولی این رضا شاه روحت شاده، یعنی که زور و خشونت برای ما ارزشمنده. من یادمه که ما بچه بودیم میگفتن که رضا شاه عجب عالی بود، اومد یه دونه جاده، همون جاده خیابونی که از بعدن اسمش شد خیابون شاه رضا، اون رو داشت میکشید. وقتی جاده تموم شد یه لیوان آب گرفت دستش، نشست تو ماشین، به راننده گفت برو هر جا که آب تکون خورد تو همینجا نگه دار. مهندسش صدا کرد گفت این قسمت رو بکن دوباره انجام بده برو. بعد آخر سر که یک قسمت جاده بد بود گفت مهندس رو گذاشتن دخ دیوار و کاگل و ننگل و سمنت گذاشتن تو دیوار چالش کرد. بعد گفت عجب قدرتی داشته ها. ببینیم اینا فقط به همون بر بچه های نادان عقب افتاده خوبه، اگر نه زور نباید مقبولیت داشته باشه، باید منطق مقبولیت داشته باشه. انسان ها باید ارزششون خیلی خیلی مهم و بالاتر از این حرف ها باشه. اولا نگاه کنین به ترامپ. خب ترامپ تونسته با شالاتان بازی که شما بهش اشاره کردیم برای خودش یه مقداری ثروت جمع کنه، بعد تونسته توی تلویزیون برای خودش برنامه بخره و با خرید اون برنامه بعدم تونسته برای خودش محبوبیت و معروفیت درست. بعد اومده با ساخت و پاک با روسیه دشمن کشور آمریکا در انتخابات موفق. خب آیا اصلا اینا رو همه رو بغل هم میذاری؟ نمیدونم این دوستانی که از ایشون تعریف میکنن آیا اون ویدیوی ایشون رو دیدن که میگفتش که من هر دختر خوشگلی میدم، زن خوشگلی میدم، میرفتم فلان جاشون رو میگرفتم؟ نمیدونم اونا رو دیدن یا ندیدن. آیا دنبال چنین شخصی براشون عالی جنابه؟ یه مقداری باید مسائل گذاشت فقط امریه و بهش نگاه کرد که اون دوستانی که راجع به مصدق میپرسیدن، شما نگاه کنین که مصدق میگه دنبال چیه از اول تا آخر، یعنی از موقعی که تو مجلس قبل از که حتی بره تو مجلس، وقتی میشه والی آذربایجان، میشه والی اصفهان فارس، نه هوش قبول میکنه نه رشوه قبول میکنه. وقتی بهش میگن ما به شما 12,000 تومان در ماه میدیم که غیر از حقوقتون که اینجا بمونین که این کارها رو بکنین، مصدق میگه شرط اگه من بمونم اینه که نه شما 12,000 تومان رو به من بدین و نه خودتون از مردم بگیرید. و حقوقی که گفتن 6,000 تومانه گفته بود من با اطلاعی که دارم 2,000 تومانش برای نگهداری دفتر والی و کارهایی که به دفتر مربوطه کافیه، بقیهشو من پس میدم به دولت. نه دوز بود نه رشوه میگرفت و برای ایران میگفت ایران باید استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشه. برای اطلاع این دوستان، این کسی که این دوستی که در مورد مصدق میپرسه، ایشون میتونه مطالعه بره مرور کنه و اینو ببینه. این سند آیزنهاور وقتی میشه رئیس جمهور از CIA میخواد که برین یه گزارش تهیه کنین و همون خواسته رو از J2 اداره دوم ارتش هم میخواد.
که بیان به من میگه این مصدق کیه، چیه و دنبال چی. وقتی گزارش میارن به همدیگه گزارش خیلی نزدیک، میگن یک آدم درست پاک و فقط و فقط میخواد دنبال ساختن مملکتشه، ولی یه دونه اشکال داره حضرت عالی جناب رئیس جمهور، و اون اشکال اینه که ایشون میگه کشور ما نه با کمونیست و نه با سرمایه داری، ما کشورمون مستقل. آقای جنابی میگه نه، این قابل انجام نیست. الان دنیا دنیای دو قطبیه و حرفی که بعدن جورج بوش زد آیزنهاور میزنه، میگه شما یا با ما هستی یا بر ما. بسیار ممنونم. دوستان دارن با هم دعوا میکنن، مهم نیست، این نشون میده که بحث جالب بوده. ولی یه سوالی که به نظر من سوال خوبیه، جوابش خیلی ساده است. آقای پدرام میپرسه، میتونم بپرسم چرا اسرائیل هدفش تجزیه است و یا ضد ایران است؟ من خودم میگم، من آقای پدرام اگر با شما و برادرت و پدرت دعوام باشه، خب دعا میکنم که فردا شماها دعواتون بشه تا من یکی یکی حسابتونو برسم. یک از این یه قدم جلوتر میرم، دعا میکنم داداش شما اینقدر مثلا با شما بد بشه که بیاد به طرف من. خب فکر کنید من که یک بودم، شما سه نفر بودید، حالا داداشت اومده با من دوست شده، مثل کردها رفتن طرف اسرائیل. و این دوست دیگه‌ای نوشته که جناب لادن، این دوستمون اگه اسمشو عوض کنه خب من میتونم بخونم دیگه، من نمیدونم، این اسمای اینترنتی هم ما ایرانی ها یک کمی همه چیزها رو مسخره میکنیم، بعدش میکنیم، میگم مثلا خانمه اسمش سهیلا هست، گذاشته سه، اون ورتر گذاشته ایلا، میگم خب یعنی چی؟ آمریکایی به تو چی میگه؟ یا ما چی بخونیم؟ این آقا هم اسمش گذاشته هوش، هوش بلک، بلک هوش، هم چیز نوشتن. جناب لادن لطفاً بفرمایید که چطور اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست؟ بهتر از هر کشور و دولتی که میشه بهش تکیه کرد و گفت و کمک گرفت خود اسرائیل هست، چرا که دشمنی مشترک داریم و اونم جمهوری اسلامی دیکتاتوریست. آقای لادن من واقعا از شما عذر میخوام که نمیتونم صبر کنم تا شما جوابشون بدید. یعنی این دوستان نمیدونن از اول حکومت آخوندی اسرائیل با آخوندا همکاری میکرده؟ این دوستان نمیدونن که اسرائیل با وجودی که شاه اینقدر دستش رو کرده بود توی عسل و به اینها داد، اینها دستش رو گاز گرفتن؟ اسرائیل دوست هیچ کس نیست، اسرائیل حتی دوست مردم خودش نیست. برید یه مقداری بیشتر مطالعه کنید، ولی صبر میکنیم تا آقای لادن پاسخ این دو نفر رو بده. چرا اسرائیل میخواد ایران تجزیه بشه؟ این یه سوال از یه دوستمون. دوست دیگه، آقا اسرائیل که خیلی کمک میکنه، بریم به دامنش بیفتیم چون میخوایم آخوندها رو از بین ببریم. بفهم. پیش از اینکه پاسخ بدم، هر کسی که فکر میکنه ما نیاز به اسرائیل یا آمریکا یا به هر کشور دیگه‌ای داریم برای سرنگونی آخوندا، به قدرت و نیروی ایرانی باور نداره، از خودش شروع میشه. این یکی. دوم اینکه اسرائیل دو تا بخش رو این دوستان میتونن نگاه کنن. اول اینکه دلیل قانع کننده‌ای که انجام شده، یه نگاه بکنیم به عراق و نگاه کنیم که عراق چجوری نابود شد و ارتش عراق رو چگونه نابود کردن. همش با برنامه اسرائیل، اون موقع شارون بود، دقیق، اینا همش سنده، و اسرائیل تونست عراق رو نابود کنه و ارتش عراق رو به وسیله آقای پال برمر نابود کنه بدون اینکه یک دلار برای اسرائیل خرج داشته باشه یا یک قطره خون اسرائیلی ریخته بشه. این یک. دو، پیدایش اسرائیل روی برنامه بهش میگن ارت از اسرائیل، یعنی سرزمین گسترده اسرائیل که از رود نیل شروع میشه تا دجله و فرات، و سندشو خدا داده به یهودی ها. دنبال این هستن که اینو به وقوع بپرونده، برای اینکه این اجرا بشه
نیاز دارن که کسی جلوشون قد علم نکنه. صدام و یعنی عراق و سوریه دو تا از اون کشورها بودن که اینها در نابودیشون سهم بسیار بسیار بزرگی داشتن و دارن. و ارتش عراق اون موقع برای خودش که چیزی بود و اینا میخواستن این بین بره که مزاحمی براشون نباشه. مزاحم جدید ایرانه. حالا درسته که ما در کشورمون کسانی دارن حکومت میکنن که دشمن ایران و ایرانی هستن، ولی بالاخره فعلا حکومتی هستن که در ایران وجود دارن و اسرائیل دشمنیش اینه که میخواد اینو نابود کنه که هیچ قدرتی جلوش وجود نداشته باشه، موی دماغش نباشه که بتونه به اون فلسفه ارث اسرائیل برسه. بسیار ممنونم. این دوستمون نوشته که هوش مخفف اسم من هست. خب حتما اسمشون هوشمندی هوشنگی چیزی گذاشتن، این مهم نیست. و یک لینکی رو از هافینگتون پست گذاشتم برای دوستان که برن بخونن چرا نمیشه به اسرائیل اطمینان کرد. اسرائیل حتی به آمریکا خیانت میکنه، یعنی به آمریکایی که مردمش هر روز دارن مخارج اسرائیل رو با مالیات پرداخت میکنن، اسرائیل هر روز داره به آمریکا خیانت میکنه. و این چرا اینها به هیچ کسی اطمینان نمیکنن، شاید اون جنبه دینی داره و همون اسرائیل بزرگ و قوم قوم به اصطلاح منتخب و از این مسخرهایی که هست خودشون رو بفرمایید. اشاره میخوام بکنم به اینکه شما گفتین اینا با هیچ کس دوست نیستن. یک کتابی در اومده در حدود 3-4 ماه نوشته رئیس موساد و ضد اطلاعات اسرائیل و ایشون میگه که در تمرین هایی که بهشون میدادن میگفتن که همیشه هر مسئله که پیش میاد اولین پرسش دینه آیا این کار برای اسرائیل منفعت داره و خوبه یا نه. اگه خوبه انجام بده، فرق نمی کنه که کی جلوته، میخواد آمریکا باشه میخواد یک کشور دیگه باشه، اگه برای اسرائیل خوبه انجامش بده، اگه خوب نیست ولش کن. این یکی از درساشونه. درس دیگه‌ش هم اینه، یعنی واقعا به نظر من اسفناکه. همین آقا خودش میگه، میگه که موقعی که من نشستم بغل دوستم، دوستم بغل دوستش نشسته. بله خیلی ممنون. و دوستان همون سوالات تقریبا تکراری که چرا اسرائیل تمام ادیان را در کشورش احترام میگذارد، تمام تمپل های ادیان مختلف در اسرائیل آزاد زندگی میکنن. خب برید اسرائیل زندگی کنید، مبارکتون باشه، ما که حرفی نداریم. و دوست دیگه ای میگه که صدام هم مثل جمهوری اسلامی میگفت که اسرائیل و یهودی ها رو باید نابود کرد و اون هم سرنوشتش اون شد. و اما در مورد دجله تا فرات، این هم عده محدودی از اسرائیل ها رو شامل میشه. اون دوستی که فکر میکنه در ایران در اسرائیل آزادی دین ها هست، بره تحقیق کنه یهودیانی رو که صهیونیست نیستن اونجا ببینه که چگونه دولت مذهبی اسرائیل اونها رو اذیت و آزار میکنه. و همین نیویورک هر روز تظاهرات دارن، همونایی هستن که وقتی احمدی نژاد آمد رفتن باهاش دیدار کردن. درصد ممنون و متشکرم آقای لادن که با ما بود. بفهم خاتمه بفهم. اسرائیل مسئله ما نیست، مسئله ما ایران. ما باید دنبال این باشیم که خودمونو بسازیم، دید و برداشتمونو بسازیم، دگرگون کنیم که بتونیم ایرانو دگرگون کنیم و بسازیم. بسیار ممنونم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و آخر هفته خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون در برنامه های آینده. من اجازه بدید صفحه فیسبوک شما رو نشون میدادم، یه بار دیگه هم نشون بدم دوستان. امیر حسین لادن. حسین رو چون به اصطلاح اسم میانی هست، معمولا
مخففش رو می‌نویسن، امیر حسین لادن، حتی فقط لادن بنویسید صفحه ایشون میاد، میتونید باشون در تماس باشید اگر سوالی هست و اگر هم مشکلی برای تماس بود با ما ضمناً وبسایت دوستان در اندیشکده هم هست andishkade.net. آقا خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم، روزتون خوش. مرسی، با امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم از اندیشکده، که این دوستان با جمهوری دوم هم، با جبهه جمهوری دوم هم موافق هستند و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، صحبتهای خودتون رو به اصطلاح اینجا به گوش و چشم و عقل و هوش دیگران برسونید. و اون دوستی که میگه خب به نظر شما باید چه کار کرد، من نمیدونم، ولی اگه کسی از من میپرسه و من اگه بهش بگم انجام میده، مثلا میگم آقا بلند شو برو ایران بزن آخوندها رو بکش، چون من که نیومدم جبهه یا جنبشی را بندازم. شما به من بگو طرفدار کی هستی؟ اگه طرفدار رضا پهلوی هستی باید به اون زنگ بزنی بگی آقا ما چه کار کنیم. اگه طرفدار مسعود رجوی که نابود شده نیستش، غائب شده، یا مریم رجوی هستی باید به اون، اگر مثل من کسی رو، سازمانی رو پیدا نکردی که بهش اطمینان کنی، چه باید کردی هم نداری، همینجوری فعلا میمونی. و آقای مصباح یه چیز خیلی قشنگی نوشت، چیزی که از این نوشته ها رفت بالا، فوری بذارید من ببینم پیداش میتونم بکنم، درباره همین دوستمون که درباره ترامپ بود. بله، نوشته تا وقتی امثال این آقای دانیال در کنار ترامپ نژاد پرست و ایشان که علنا ضد مکزیکی ها صحبت میکند، 100% خلافت اسلامی را ترجیح میدم. ببینید آقای دانیل پرژیان، شماها هستید که با این تندرویی های بیهوده دارید به اصطلاح عمر حکومت آخوندی رو طولانی تر میکنید، حالا یا دانسته یا ندانسته، یا خواسته یا ناخواسته. این کاری که شما انجام میدید اشتباه بوده، در 40 سال گذشته اشتباه بوده. ضمناً یک پیامی یکی از دوستان که من همیشه ازشون خواستم بیان در برنامه صحبت کنن گذاشتن، و امیدوارم ایشون چون قبلا برنامه‌ای رو ساخته بودن برای تلویزیون‌های مختلف، اون فیلم‌ها رو بتونن دیجیتال کنن و به ما هم بدن، ما اینجا پخش کنیم. از اون بهتر امیدوارم خودشون بیان و برنامه‌ای رو اینجا اجرا کنن. تا اون موقع اجازه بدید که ما اسم و فامیل ایشون رو نگیم، و چون من میشناسمشون، شماره تلفنشون دارم، سال‌هاست از سال 2001 آگاهی دارم که اینا با کی بودن و کی هستن و اینها. پس فعلا پیام امروزشون رو که به صورت یک سوال هست گوش میدیم. بریم کانادا. درود بر شما آقای سعودی و تلویزیون مردم. جناب سعودی، من یک کلیپی از آقای انصاری میدیدم، ضمن این که ایشون خیلی از حقایقی که خودشون مشاهده کرده بودن با مردم شیر میکردن، و من تشکر میکنم از ایشون. ولی یه بخشش دیدم که این مذهب ایشون که خیلی اعتقاد راستی به اسلام دارن، که هیچ ایرادی هم نداره، اعتقادات هر کسی به خودش ربط داره و بر دیگران هم واجبه که به اونها احترام بذارن، هر کس با هر دینی که داره برای خودشه، مادام که مزاحم دیگری نباشه. و من برای آقای انصاری احترام خیلی قائلم، ولی بعضی از مسائل پیش میاد که سوال میانگیزه. خیلی اومدن در رابطه با اسلام آگاهی های زیادی به مردم دادن، و اون آگاهی ها باعث شد که بینش به هر حال افرادی که به یک دینی اعتقاد دارن بلخص اسلام به هر حال فرق بکنه و بینششون یه خورده پویاتر بشه. از اونایی که این کاره کردن، هر کس ها هر جا بوده، قبلا تشکر میکنم. آگاهی چیز خوبی، ضدیت با دین اصلا صحبت نیست. من حداقل خود بنده ضد هیچ دینی نیستم، ولی از تمام آگاهی ها استفاده میکنم، و انسان باید در جهت پیشرفت فکری همیشه کوشا باشه به آگاهی های خودش اضافه کنه. یکی از اون سوالایی که از افرادی که مثل آقای احمدعلی مسعود انصاری سوال برای من پیش اومده، که ایشون خیلی هم آدم راسخی اعتقاد داره و من میدونم که باید خیلی هم به ایشون احترام گذاشت. کسانی که راستی و درستی اعتقاد دارن به یه دینی،
باور بفرمایید خیلی قابل احترامه، ولی خیلی از این دین سوء استفاده کردن و پولسازی برای خودشون کردن و منافع بردن. در این جهت من یه سوال از کل هموطنان مسلمون دارم که برای من ایجاد شده. در اسلام و در تمام ادیان الهی اولین چیزی که از همه مهمتر و بالاتر و بالاتره خود ماهیت خداست. باید خدا باشه تا دین اسلام به وجود آمده باشه، باید خدا باشه تا مسیحیت باشه، چون اونا همه ارجاع میدن به خدای یکتا و یکتا پرستی. سوال من از برادران هموطن خودم، به دیگران کاری ندارم، مسلمانای خودمون داخل ایران که اونایی که اعتقاد راستین دارن، این سواله: آیا اگر کسی به خدا توهین بکنه و ارزش و اعتبار خدا رو بخواد بیاره پایین، آیا کفر می باشد یا نمی باشد؟ آیا در رمزه ملحدان قرار نمی گیرند و حتی تا جایی که قتلشون هم واجبه؟ در این راستا سوالی که برای من پیش میاد، شما ببینید یک فرزندی از یک امام 11 امام حسن عسکری که از به اصطلاح خالقان همین خداست، یعنی یک انسان بله، اجازه بدین پیام دوم رو پخش کنم چون 3 دقیقه شد و ایشون متوجه شدن که پیامگیر ما 3 دقیقه که میگذره باید پیام بعدی رو بذاریم. اینه که من پیشنهاد میکنم دوستان قبلش بنویسن راجع به چی میخوان صحبت کنن، میتونن تندتر صحبت کنن. آقای فرخ، اون چیزایی که فرستادی من الان بهت نشون میدم، نوشته attachment is not available. چی بوده فرستادی؟ 3 تا یا 2 تا نوشته available نیست. گوش میدیم به پیام این دوستمون، ادامهش در رابطه با سوالشون. ببخشید آقای سعودی، یادم رفت که رو انسینی ماشین دارم صحبت میکنم، وقتش شورته. برم سر اصل مطلب، اینو ادامه کنید، اضافه کنید به اون داستان. بله، این خدا رو اگر توهین کنن ملحد میشن و مشرک میشن و قتلشون هم حتی گاهی واجبه. سوال اینجاست که چرا مسلمونا به امام زمانی اعتقاد دارن که پدرشون زمینی بوده و یکی مثل من شما بوده و اینا همه خالق همون خدا هستن؟ پسر این امام حسن عسکری به نام امام زمان که غیب شده، 1450 سال مردم منتظرن که ایشون بیاد و این کره زمین و این انسانها و این موجودات رو از شر ظلم و ستم و عرن و بیداد پاک بکنه. به عبارتی به ایشون اعتقاد دارن که بیاد این کار بکنه. سوال اینجاست، آیا اون خدای قادر متعال که بر همه چی حاکم و ناظر و قدرتش هم بی نهایته، آیا ایشون نمیتونه این کار بکنه که شما دست به دامن یه موجود روی زمین مثل من و شما شدی؟ آیا این توهین به خدای به اون عز و وجلی بزرگی نیست؟ بیشترین توهین رو به خدا خود مسلمان ها دارن میکنن. برید از خودتون سوال کنید، شما برای خدا شرک ساختید. یه آدم موجود زمینی که باید خالق خدا باشه رو قدرتش و عظمتش بیشتر از خود خدا دارید فرض میکنید و از اون انتظار ندارید، از امام زمان انتظار دارید که ایشون هم البته غیبه، مثل خود خدا که نمیدونی باز کجا پیداش کنه. به هر حال این سوال برن خود فکر کنن، آیا این توهین مستقیم به خدای یکتا نیست؟ سپاسگزارم آقای سعودی. بسیار ممنون. اتفاقا آقای مینویی توی برنامه هاشون چندین بار در این مورد صحبت کرده. توی گفتای شما 2 تا کلمه اشتباه بود، حالا یا من اشتباه شنیدم یا شما اشتباه گفت. فکر کنم در زمره رو شما گفتید در رمزه، حالا اگه کلمه هم به عنوان رمزه داریم، من فکر میکنم شما منظورتون در زمره این بود، گفتید در رمزه. یکی دیگه گفتید اینا خالق خدا هستن، من فکر کنم شما منظورتون بود که اینا خودشون مخلوقین خدا هستن. اجازه بدین من این صفحات رو که آقای لادن قبلا بودن الان یک کمی بله اینجوری براتون بیارم، افکت 5 یا همین شماره تلفن باشه که اگر خواستید بعدا تلفن اینها. دوستان شما میتونید از طریق این شماره تلفنی که الان میبینید 202-695-2573 پیام بذارید در برنامه ها، ببینید چقدر قشنگ پیامتون پخش میشه. هی زنگ نزنید بگید آقا من میخواستم یه موضوع رو بهت بگم، خب حالا که نیستی دوباره زنگ میزنم، حالا که نیستی دوباره زنگ میزنم. و یه سوالی هم یکی دیگه از دوستان
پرسیدن گفتن که خب ما میدونیم که دکتر مخصوص شاه تیمسار عیادی بوده که خود این ماجرایی هست، چون این دکتر تیمسار عیادی دکتر حیوانات بوده، دامپزشک بوده. البته دوستان این دکتران دامپزشک و اینا رو شما دست کم نگیرید، مسخره نکنید، چون اینا کار سختی دارن. اینا با یه بیماری دارن چی میکنن که بیماره نمیتونه بهش بگه اینجام درد میکنه یا مثلا آب که میخورم اینجوری میشه بدنم فلان. باید این انقدر دانش داشته باشه که بفهمی. ولی چرا شاه رفته یه دامپزشک رو به عنوان دکتر خصوصی و شخصی خودش انتخاب کرده؟ اون باید میپرسیدن اون موقع ازش که نپرسیدن. و یه ماجرایی، یه خانمی هست یا بود دیگه، فوت شد، به نام دکتر لوسا پیرنیا، با این خانم دکتر منصوره پیرنیا، همسر داروش پیرنیا، اشتباه نکنید، خانم لوسا پیرنیا، که این پزشک بچه های شاه بودن، درست مثل من و شما که بابا اون یه دکتر داشت، مادرمون یه دکتر داشت، من و شما چون بچه بودیم دکتر بچه ها داشتیم، این خانواده شاه هم اینجوری بودن، درست مثل من و شما که یه خونه داشتیم، یه الاغ، یه خونه داشتیم قشلاغ، 10 تا خونه هم تو شهر داشتیم، و همین خاطر اینا کاخهای مختلف داشتن، نمیدونم شمال اینو داشتن، جنوب اونو داشتن، کشورهای دیگه جنوب فرانسه اینو داشتن. بمانه خانم لوسا پیرنیا یه سوالی که به اصطلاح هست، چرا همیشه همراه شاه بوده، ضمن اینکه این دکتر بچهای شاه بوده؟ در هر صورت دعوت میکنم از آقای احمدعلی مسعود انصاری که بیان و یه برنامه ای رو اجرا کنن تا این سوالات پاسخ داده بشه. ضمناً آقای انصاری در فکر نوشتن اساسنامه و تشکیل یه حزبی به نام حزب حق بوده سالهای سال. خبر خوب این که بالاخره اساسنامه شون نوشته شده، تمام شده، و سعی میکنم از روز دوشنبه براتون بخونم. به این صورت هست که به نام خداوند، با توکل به خدا، زلال و پاک و با اخلاص باشیم، برای مخلوق جز خالق اون نیست، خداوند پناه به تو میبرم، از شر وسوسه های شیطان مردود، کلام حق، و توضیح میدن، میاریم توی برنامه ازشون توضیح میخوایم. آقای لطیف زمانی دوست نازنین ما میگه که ما ایرانی ها عمله استبدادیم، شاه، شیخ، ملا یا ترامپ فرقی نمیکنه، ما نیاز به آگاهی داریم. این قسمتش با شما 1000% موافقم. در صورت ممنون و متشکرم از شما. دوستمون آقای هوش نوشته مشکل ما ایران است نه اسرائیل و آمریکا. خب حالا چه باید کرد؟ بعد آقای کاووسی هم نوشتن که باز شعار غیر ممکن. اون شعار غیر ممکن چی بوده به ما بگید. و موضع‌گیری در مقابل آقای پدرام نوشتن، موضع‌گیری در مقابل هیچ کشوری هنر نیست، جاویدان کسی است که بتواند به نفع کشورش با تمام کشورها مبادله و دوستی کند. این کار درستیه، ولی بعضی وقتا این کشوران نمیذارن شما اون کارو بکنید. بذارید من این صفحه فرخ رو نشون بدم که ببینه گاهی وقتا به صرف اینکه ایشون یه چیزی میفرسته ما اینجا اونو نگرفتیم و نمیبینیم. آقا فرخ نگاه کن عزیزم، من الان این صفحه شما رو اینجا نشون میدم، ببین نشته فرخ سپهرار، و ببین بعد از اینجا که یه دستگاهی آمده بالاخره زندگیمون رو راحت کرده، دو تا چیزی که بعدن فرستادین این اتچمنت ها ان اویلیبل، یعنی در دسترس نمیباشه. میگه شما خودتان پاسخ دادید که دامپزشک دانشش بیشتر از زمینن، چون که شاه میگفت ابوالفضل بی دست نجاتش داده بود، عرب ها مراقبش بودن، شاید مغزش به دامپزشک نیاز داشت. این خانم تنازی خیلی چیزایی که میگه واقعا، این بهتون بگم هنر طنز خیلی مشکله دوستان، و یه برنامه بذار بشین جوک بگو برای مردم، طنز بگو اینها، و ببینیم چه خواهد شد. من دنبال اون میگردم. البته ساعت 4 قراره که با آقای حسن ارشاد باشیم، من از ایشون عذر میخوام.
اجازه بدین خداحافظی کنم از شما با امید دیدارتون دوشنبه. سعی میکنم فردا یه برنامه فوق‌العاده‌ای با آقای ناصر پولی و احتمالاً خانم سوسن ولایت داشته باشم. اگه نشد این برنامه رو دوشنبه با شما خواهیم بود. به نظرم میاد برنامه جالبی باید باشه و ببینید که چجوری رضا پهلوی دوستان یاران طرفدارانش رو یکی یکی از دست میدهد. و اما اجازه بدید من اینجا این برنامه رو روشن کنم و بیام خدمت شما. از شما در تلویزیون مردم، مردم تیوی دات کام خداحافظی میکنم. از دوستان در فیسبوک خداحافظی میکنم. برنامه های ما رو از طریق مردم تیوی دات کام، مردم ریپورت دات کام میتونید تماشا کنید و دنبال کنید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش.